زما د زړه قرار راشه، زما د زړه قرار راشه، ډیر کړه دلې یوما بس کا پخلاشه. او حد پار راشا، دلک سا حد پار راشا، دیکھن دلے اوما بس کا پخلاشا. زما دزڑا دمتان گرم، واقعا کیف کردیم. سلام بینید های عزیز، عید شما مبارک، روزه و نمازهای شما قبول و خوش آمدید به ویژه برنامه عید آشنا. ما و همکار عزیز و گرامی ما برشنا عمرخیل در خدمت شما در این ویژه برنامه هستیم. منانه سمیر جان از امریکا غک، قدرمن و مینوال و سلامونه و نیکی هیلی می اومنه. نند کچنی اختر لمره ورز ده تاسو او استاسو قدرمن و کورنه ده د کوچنی اختر مبارکی وایم، په دې هیله چې امن او سوله تل ستاسو په کورونو کې تل پاتې ملګری وي. دوستان عزیز، بیننده های گرامی، شما اجرای فوق العاده از دو هنرمند با استعداد دیدین. البته هنرمند که هم طبله می نوازه هم آواز می خوانه، قسمی که در تصویر می بینین این دو هنرمند عزیز ما همراه ما هستن، مسعود جان عمری و همچنان خانم ابیگیل آدمز گرینوی. خوش آمده مسعود جان، سلام بر شما، عید شما مبارک. تشکر، زنده باشی، عید شما مبارک. به شکتان بسیار عالی، بسیار فوق العاده، همه چیز خوب بود. فقط در آغاز میخوایم بینیدای عزیز یادآور شم که مسعود جان عمری دوست داره که کم حرف بزنه اما بیشتر بر شما بخونه و گپ خوب هم هست. چطور برش داده؟ دیر خوکلی، ممکتم بس سندری پکار دی، موسیقی پکار ده او ده لیدونکو ده لا خوشحالی ده پاره. مونگا ستاسو غک تا منتظر ووسیگو او ستاسو غک با در خبروان پا بیلا بیلو برخو که واو رو. بله خانم ابیگیل، سلام بر شما هم، عید شما مبارک. سلام ان عید مبارک. ممنونتان، تشکر. پیش از این که در مورد از این که چطور اینا با هم آشنا شدن، بیاییم که در آغاز پرسان بکنیم از خانم ابیگیل که چطور علاقه پیدا کردن که ارمونیا بیاموزن، موسیقی را یاد بگیرن. خانم ابیگیل بفرمایید. Well, that's a very small question with a very large answer. خب این یک پرسش کوتاه هست که پاسخ طولانی می خواهد. در حقیقت بگویم که من هیچ نقشی در آن نداشتم. خدا در آن نقش داشت. حدود 11 سال پیش در یکی از سرک‌های شهرک جورج تاون قدم می زدم که ناگهان برای صرف چای به یک دکان اجناس افغانی دعوت شدم. تا همان زمان در مورد افغان‌ها و افغانستان و فرهنگ آن کشور هیچ چیزی نمی دانستم. با داخل شدن در آن دکان عاشق همه چیز در آن شدم و در همان دکان با استاد محترمم مسعود عمری ملاقات کردم.
تا آن زمان من هیچ آلای موسیقی را نواخته نبودم. هرچند هنرمند هم هستم، اما نقاشی می کنم. تا یک سال درس‌های آموزش طبله را فرا گرفتم و پس از آن با آموختن هارمونیوم رو آوردم. عاشق موسیقی افغانستان شدم و فکر می کنم افغانستان زیباترین موسیقی را دارد. I fell in love with this the music of Afghanistan. I feel it's some of the most beautiful music in the world. میشه در مورد عزیز بگوین مسعود جان که شما اید چگونه تجلیل میکنین و چی آمادگی ها گرفتین؟ تمرین است از ما موسیقی تمرین میکنیم و یکان جای میریم جای خشاوندار میبینیم دوستار دیدن دوستار. بله دوستای عزیز باید یادآور شوم که بیش از 11 سال میشود که مسعود جان عمری خانم ابیگیل در بخش موسیقی و بخصوص آموختن هارمونیا همکاری میکنند و با هم دوگانه کنسرت ها برگزار میکنند و دوستان و علاقمندان خود را خوش نگاه میکنند. که باز ما هم بسیار خوشحال هستیم که در این روز عید در پهلوی خود داریم و بر شما چی فوق العاده اجرا میکنند. واقعا کیف کردیم و بیاین که از خانم ابیگیل پرسان بکنیم یک بار دیگر یا شما پرسان بکنین که باز ما اجازه را کنیم. آه مامور گفتم که تک احساس کردم کال نگین کلا میگه به خودت میگه نه بفرمایید وقت خانما زیاد است. بنیدای عزیز دمی هر حالت کوشش بکنین که خانما اول باید اخشان داده شد. ابیگیل نمی پختن داده چه روژه دینی ولی ده اختر ده سنگه ول منزه اول اوراز سنگه تیره ده اختر آیا ده مسعود جان عمری سر خطاسو نیزده تگ را تگ لره نو سنگه اختر المنزه پگرده؟ زل تیر دو کلون رئیس روژه نیسم. اختر بی از ما ده پاره دیر لوین منزه نده. پا اختر که زخپل تر طول و کلی کالی آغندم. بیا د اختر د غرمی ډوډۍ د خپل کورنۍ سره خورم. بیا ما خام ته موږ تبله فورتو د خپل کورنۍ او دوستانو د پاره سندری وایو. قسمه که شما میبینین کار فوق العاده ای دو هنرمند عزیز ای است که خانم ابیگل کاملا یک امریکایی است و اون موسیقی شرقی و به خصوص موسیقی افغانستان یاد گرفتن و د پالش مسعود جان هم بسیار کوشش میکنن که اونا را موسیقی یاد بدن و کار بسیار سخت را که در موسیقی است که هم لای میگیرن توسط تبله و هم آواز میخوانن. طول و مشکل کار داده چه ده تبله سره سره سندره وایو چه مسعود جان عمری په دې کې ډیر تکړه لاس لري او ډیر خغه گئی هم آواز ده تبله سره ډیر خراوزی. نو کدار ته وایس چې ابیګیل تاسو لڅی شي الهام واخیست افغانانو ته د اختر څه پیغام لري په تیر هغه افغانان چې ستاسو مینوال دي؟ First of all, our تر هر څه د مخه زموږ د تبله فور تو دنده د سولې دپاره د موسیقۍ غږول دي. زه هیله لرم چې په نړۍ کې خلک زموږ موسیقي واوري، د سولې او سوکالۍ احساس وکړي او سوله خپره کړي. موږ تر یوه حده په دې دنده کې بریالي یو. موږ همدارنګه په نړۍ کې د سولې د ټینګښت دعا هم کوو. هغه قدرمن عزیزان چې زموږ موسیقي اوري، هغو ته مې آرزو داده چې هیله ونه بایلي او باور له لاسه ورنه کړي. د یوې موسیقۍ غږونکې په توګه زما دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې زه د افغاني موسیقۍ سر او لی زده کړم او تاسو هم سر او لی مه پرېږدئ. بسیار عالی، ممنونتان، تشکر. دوستان عزیز چه خوب است که باز هم یک بار دیگر یک پارچه آهنگ از دو هنرمند عزیز و دوست داشتنی ما که در برنامه با ما هستند بشنویم. اما شما هم فراموش نکنین که در لابلای برنامه گپ ها و قصه های بسیار جالب داریم با مهمان های گرامی که همراه ما هستند. زیبا نگارم با من نگاه کن، طاقت ندارم با هیچی تو، ببین با سویم زیروی الفت، میمیرم از برای تو. La 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 la
سندره و مخید دینا چه موسیقی تا لاره شم زپیگم چه تاسو غاره چنن موسیقی دیره و آوره ده خبرو پا پرتلا خو یوا پختنه ده بیگل نلارم چه دوم را خیسته کالی ار وقت دودیز افغانی کالی زستاسو پزان که گورم ده چه وقت رئیسیم ده سی افغانی کالی آغستل پیل کردی دی او چه احساس که کلا چه افغانی کالی آغونده مقیم سام اغبلس اول خو باید وایم چې افغانی دودیز جامع ډیر ښکلې دي. زه ځان ډیر بختور احساسوم چې دا جامع اغوندم. زه هر وخت دا جامع په ځان کوم. په تیره کله چې هارمونیه غږوم افغانی دودیز جامع اغوندم. ځکه زه فکر کوم چې کدا سی ونه کم نو دا به افغانی جامو ته به احترامی وي. نو دا افغانی موسیقی ته زما درناوی دی. اوس نو افغانی جامع زما د ژوند یو برخه ګرځېدلی. تشکر، زنده باشین دوستان عزیز. چه خوب است که یک آهنگ دیگر هم از خانم ابیگیل و مسعود جان عمری بشنویم. اما فراموش نکنین که اینا تنها هنرمند این برنامه نیستن. هنرمندای از راه دور برای شما ما امروز دعوت کردیم و در خدمتتان هستن. بین که آهنگ اخیر از اینا بشنویم، اما اخیر برنامه را آهنگش نیست، فقط دوستان را بازم باشین خدافظی میکنیم. मस्ते मंगे बरवड़े दे जड़मे दिल बरवड़े दे मस्ते मंगे बरवड़े दे जड़मे दिल बरवड़े दे हाला मलारम से डेरे पौन रोड़े दे हाला मलारम से डेरे पौन रोड़े दे मस्ते मंगे बरवड़े दे जड़मे दिल बरवड़े दे मस्ते मंगे बरवड़े दे जड़मे दिल तेरे पौनर उड़े दे अल्लाह मलार मिसे तेरे पौनर उड़े दे मस्ते मंगे पर
दिशैताने मंगे पल पुठ कवीन दिशैताने मंगे पल पुठ कवीन हस्ते मंगे परोळे दे सुळमे दिल परोळे दे हस्ते मंगे परोळे दे सुळमे दिल परोळे दे अलमलार मिस तेरे पो به به واقعا لذت بردیم بسیار یک اجرای فوق‌العاده داشتند و حال وقت ازی رسیده که با خانم ابیگیل و مسعود جان عمری خداحافظی بکنیم ممنونشان واقعا برنامه ما را رنگین ساختند دوستان عزیز شما بیننده برنامه عید آشنا از صدای امریکا هستیم آرزو دارم که تا عیدم بیننده ما بوده باشید و طرف توجهتان قرار گرفته باشد خب برشنا جان من در فکرم گشت که معلوم میشه شما خوب بالای خود مصرف کردین کالای نو گرفتین کالای نو شما مبارک باشه بسیار مقبول معلوم میشه مصرف دیر ندن کرده خوی واز نیوی کالی دی نیوی کالی خو هر سو پختر که آبون دیده اما بازم مصرف از اگر شما کرتای هم دیر خیسته ده اختری ز کرتای دی اغوست ده ده اوه چی سمرو که کلچی ده کرده لی زنده باشه خدا بگین که نظر نشم چند زود نظر میشم معمولا اما لطفتان است حالا مو رقم شد که شما ما را تعریف کنین در برنامه ما شما را تعریف میکنم و باز در آخر یک دیگر را پیسه میدیم بر صورت حالا بر ما بگوین برشنا جان که در این بخش از برنامه بیننده ها چی رو میبینن اختر دین و اختر که یو ترطول و لوی دود داده چه خلق دی یو بل کورونو تزی اختر مبارکیانی که افغانانو در امریکا پا پلازمین واشنگتن او شاوخوا سیمو که ده هر کال پشان سه کال ده کچنی اختر و رز پا درب ولمانزلا ده تیرو دریو کلونو پا پرتلا چه ده کرونا ویروس لامل خلق با یو بلتا ننگدی که دل روغبر با نشوی کولی سکال یو څه ماحول بدل شوی دی د نیکه مرغه او په دې ویرجینیا او مریلند او واشنگتن سیمه کې ډیره افغانان هم د اختر په رسوماتو مصروف دي زموږ همکار داود صدیقي له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې وګورو که با هم ببینیم اینجا در ویرجینیا صبح روز اول عید است و تا هنوز مردم نماز عید را ادا نکردند برای دیدن افغان‌ها و یافتن این که برای عید چه آمادگی‌هایی گرفتند به یکی از مغازه‌های مواد خوراکی در شهر وودبریج ایالت ویرجینیا آمدم تا با مشتریان و مالک این مغازه صحبت‌هایی داشته باشم. نصرت سپاهی‌زاده مالک این مغازه است. نصرت عزیز سلام و عیدت مبارک. سلام. بخیر هستین. خوش آمدین. تشکر. چطور بود بازار رمضان و عید امسال؟ از نسبت به پارسال بسیار خوب بود. پارسال خو چون افغان‌ها تازه آمده بودن سال اولشان بود، یک تعداد افغان‌ها یک مشکل داشتن تا که خود جای به جای بکنن و خانه بگیرن و سر و سامان و سودا و گپای خود تنظیم بکنن، ولی امسال الحمدلله رونقش بیشتر است. امسال برای عید چی آمادگی‌های گرفته بودین؟ ولی آمادگی‌ها زیاد گرفتیم امسال، بالخصوص پارسال یک کمک ما مشکل داشتیم چون میوه خشک افغانی به او حدی که لازم بود یا سابق اونا پیدا میشد یا وارد میشد به امریکا به او حد پارسال موجود نبود به دسترس ما قرار نداشت ولی امسال الحمدلله میوه افغانی ما میوه خشک افغانی ما کاملا فراوان است و با شد و مدش ما اونو میوه داریم شکر خداست خب عده ایدی شما بر مردم چی است امسال؟ امی که میوه بهترین افغانی رو برشان فراهم کردیم بخصوص برای اطفال ما یک برنامه داریم بر روز عید که تخفیف ویژه را بر مادرش و پدرشان برای والدینشون در نظر گرفتیم و برای اطفال مثلا آیس کریم است مایگان نوشابه مخصوص داریم روزید که وارایگان تقسیم میشه برای اطفال که تشریف میاره به دکان از وحید نظیر یکی از افغانهایی که تقریبا 20 سال میشود اینجا زندگی میکند پرسیدم که برای عید چه آمادگی های گرفته است برای عید آمادگی های خاصی گرفتیم مثلا بسیار غذاهایی که در خود افغانستان تیار میکردیم بسیار غذاهای لذیذ و مزه‌دار و همچنان برای عید یک بزنس کالا چی دارم کالای افغانی فروشی برای افغانای ما جور کردیم که تا بتانیم که مهاجرین که افغانایی که در اینجا هست احساس دوری و احساس کمبودی ای چیز را از افغانستان نکنن و بفهمن بس کنن که اینجا تا حد
کم اگر زیاد نمی باشه تا حد کم میتونیم که برشان خدمت کنیم برای مردم افغان ما. از مشتریان این مغازه به ویژه از افغانهایی که در دو سال گذشته به امریکا آمدن پرسشم این بود که تجلیل از اید در امریکا و افغانستان برای آنها چه تفاوتهایی داشته است؟ تفاوت عمده ای است که اعضای خانواده و دوستا همگی در وطن ماندن، تعداد محدودی است که در ارتباط هستیم، بازم شکر خدا از خانواده هستن، تجلیل میکنیم با هم میبینیم یکی دیگره. خب تفاوت عمده ای است که تعداد زیاد میامد، ما میزبانی های زیاد داشتم، نگال دوستا خوب است، یکی به دیگه میرسیم گرچه که رخصتی رسمی نداره. کلانترین تفاوتی است که یا باید ما ویکیشن بگیریم یا امپید لیف بگیریم که بتانیم به اید برسیم. چیز جالب این بوده که افغان ها خوب هستند که بعضی ها کسایی که یکدیگر نمیشناسن و میمونی هایی میگیرن در بعضی جای های مثلا در بعض پارک ها، اما میخواین کنه گیره که این چیز افغانستان نبود، تنها وقت اونجا خیشا پیش خیشا میرفت، اما در اینجا کسایی که تو نمیشناسن خبر میشنه که در اینجا جمع شده همگی، یک چیز جالب هم تمام شد. تجلیل بهتر از اید در امریکا و در کل در کشورهایی که مسلمانان در اقلیت هستند به این ارتباط میگیره که اید در کدام روز هفته مصادف میشه. این بار روز اول اید روز جمعه است و جمعه یک روز رسمی و کاری در امریکا است و بسیاری از مسلمانان شاید نتانند به خاطر کار خود روز اول اید به درستی تجلیل کنند. اما فردا و پس فردا که تعطیلی های آخر هفته است، ممکن اکثر مسلمانان اید بسیار به گرمی در امریکا تجلیل کنند. با استفاده از فرصت، ما داود صدیقی اید به همه بینندگان عزیز و با تمام هموطنانم که در هر گوشه و کنار دنیا هستن تبریک میگم و همچنان فراموش نکنین که برنامه خودم یعنی برنامه زندگی در امریکا هم یک برنامه ویژه ایدی است. بازم خوش آمدید و شما بیننده اید آشنا از صدای امریکا هستین. چی گزارش جالب را از همکار بسیار عزیز و دوست داشتنی ما داود جان صدیقی دیدین که افغانای نازنین که در محوطه‌ای که ما زندگی میکنن چگونه ایده تجلیل میکنن. حال نوبت از این رسیده که همکارای دیگه خدا بیافیم که اونا اید چگونه تجلیل کردن. یک کار بسیار جالب و ای است که ما به خانه یکی از همکارای دیگر ما رفتیم که او هم رئیس بخش سرویس افغانستان هستن، حسیب جان الکوزای، و خواستیم با همکارای دیگه خود یک روز خودمانی را داشته باشیم. تاسو به هم حالتا در امریکا غق افغانستان سانگی یو شمیر حقا کار کنون که و گوره چه تاسوی در سیرو او غگونو سره پا تیرو دو و دری و لسیزو که آشنای هسته حالتا و گوره رازه چه لار شو. دوستان عزیز بازم سلام و عید شما مبارک. خوشبختانه امروز ما به خانه یکی از همکاران بسیار عزیز و گرامی و مهربان ما آمدیم تا باشد به بهانه عید یک تعداد از همکارهای دیگه خودم ببینیم و ببینیم که همکار ما اینجا یک تعداد محدود از همکارهایی که آمدن چگونه امرایشان برخورد میکنه، چگونه عید پرسی میکنه. ده اختر یو خواندوار برخدا ده چه دوستان، خپلوان، عزیزان سره راټول شي په یو چتر لاندې اول تکینی روغبړ وکي. نن مونږ راغلي د امریکا غاک د افغانستان د څنګه ځینې همکاران راټول شوي دي، دوی سره به روغبړ اختر مبارکي وکړو او دوی به خپل د اختر پیغامونه هم تاسو ته ورسوي. معلوم میشه که از کمره هراس دارن دروازه رو واز نمیکنن، یعنی معمولا باید یک زنگ بزنی عجل کرده میزبان باید دروازه رو واز بکنه. در روز عید خب باید بخیر ببین. نن مونږ د افغانستان سرویس د مشر آصف الکوزي سره ملما یو او د اختر اوله ورځ ده. د اختر اوله ورځ دلته راغلی یو آصف جان، ستړی مشی، اختر دې مبارک. بیا هم سلامونه برښنا جانې، تاسو ته سلامونه او ټولو افغانانو ته اختر ستاسو مبارکي.
ټول افغانان او ټول مسلمانان د اخترم برای کی شرق لاس خپل کور مده بس زنده او سلامت ما خمیال احساس میکنم د منده ای هستم اگر ته مو ته دو دوار راځ زمو پیش فروشگاه کتر میشنی آ و زه نه فقط میکنه طرف خودت کی بخوری ما ورا گفتم ما زمي بوی دودش سیر شده مگه مال میشه خوب مزه دار است دای خود دود نه مور شو د ته نه ورکو د ټول زخرم ما نو شجار ته اگر برات برسه ما حالت که میبینم بسیار مشکل است که برکس چیز برسه یک نفر باید کریدیت بتم دیجا داوود صدیقی برام ریسیپی زیر داده وی کباب ختمان امتحان میکنیم حالا که اگر خراب هم شد و بنام داود جان خواهد تمام شده خب اگر پیش خوب بود از ما هست اگر خراب بود باز داود هم باکم بگیرم خودتان چی احساس داریم دو دوستایی را که امروزه همراه شما همکار هستن امروز به شکل شخصی در خانه خود میبینیم والا از ما خواهم و محیط کاری ما یک محیط بسیار دوستانه است و دو جام دوستار وقتی که امروشان همکاری می داشته باشیم یک فضای بسیار صمیمی حاکم است در دفتر و مو فضا فعلا خانم آمده در مو فضا کلگی دوستا گردم آمدیم و ایده با هم یک جای سپری میکنیم به خیر شایسته سعادت لامی نن ما سره ناست ده او اول خود اختر مبارکی در ته وایم خایسته جانې خوشاله شوم چې ته مو ولیدلې یو خمونګه په دفتر کې سره ګورو هر ورځ خود دفتر کار او منډه او سرګردانی خو بیا داسې چې دی وبل په کور کې سره راټولې ګوده خاص ځان ته یو لذت او خوند لري هم داسې نه ده استاد تاسو د پاره د اختر مبارک وي د خوشاله نه ډک تاسو تم برېښنا جانې این از خود بگین از بچه ها بگین بچه های مقبول نامه خدا بله. همه خوب بودن فواد جان کلا میگی شکر ټول جوړ دی بس زما درې زامن تاسو پویږی چې یو خو زامن شي بیا غم دریشی نو دیر نرام خدا شوختی خوب ساد تر تیر دست مساد تیر تا چه در تاویل این نشم اختر تیاریان چنگ تیر شوی چه تیاریان دیونی ولی ولی در اختر تیاریان دا ازل خاص دیده دی پاره دی چه دفواجان کورنه ای در افغانستان نراغلی دا و مکتول کورنه یو زی سره بس المنز تلارد و التمو منزونه دا مراسم تر سرکرل او بیا دیغین و روست راغل دلتا حسیب جان میربانی کرده و طول را گوختی و نو مونگ در طول همکران سر یوزای شیویو کار کردن با جمع از افغان ها آسان است بر شما مشکل است مشکلات خود زیاد داره کم داره بیره شریک بسازه نظم دل بگه این اگه نقدار رو بگه این خیلی دیایی دست نمیگه نه زبا به نظر دیر خده ذکر چه مونگا تاسو طول چه اوز سرکار که و در لس و کال و شل و کال و نبا اوز زیاد وقت شویدی نو طول دیو بل پا عادتون و پا خصوصیات و بانده پویگ و اما پا این وقت که زباید دا یاد دوانه هم بکم چه خبرونه چه مونگا وایو اگر دیر ترخه دی او هغا حقیقت چه مونگا ایده خپل لیدون کو سره شریکو هغه اول مونږ په خپل زړه کې په مونږ باندې درد تیریږي بیا مونږ لولو په د کمبي په مقابل کې جیلا جان عید شما مبارک همین لحظه چه احساس دارین که همکارایتان شما در یک فضای غیر رسمی میبینین خودمانی احساستان بر ما بودین تشکر سمی جان عید شما مبارک عید همکارا عید دوستا کسایی که ما را میبینن در این روزی عید شما هم مبارک باشه احساس بسیار خوب از خودمانی با هم ششتیم به طور غیر رسمی ما شما را بسیار دیر باد میبینم ما با هم کار میکنیم اما واقعا در بویت که ما یک رقم دوستان بشینیم صحبت کنیم کمتر برابر میشه و واقعا فضای بسیار خوب و صمیمی است اگر امیال یک پیام بر خود آسیب جان داشته باشیم چی خواد باشه چون در خانه شان هم هستین این از امیال بگین کدام پروموشن کار دارین کدام رتبه بالاتر کدام
پیسه اضافه شده داشت. اسیم جان کاری کلم زیاد کار میکنه، برنامه ما زیاد کرده، دیگه پیسه هم دراز زیاد میکنه، دیگه چی بخویم از این کار بهتر. این وقتش هست بگه نه هر چیزی که تقاضا دارین به گوشش میرسه. غیر مستقیم ما میخوای فایده ای تان شود. اسیم جان برنامه بسیار خوب جور کردید، حتما دیگه حتما ماشای ما رقم خوبتر میشه، بهتر میشه. تشکر ایدس برای امید از اینکه به عنوان ایدی هست من یکان توجه کنید برام. یعنی تنها کباب کفایت نمیکنه، به خاطر یکان خدمات دیگه هم باید بکنه. نن به خپل هغه همکارانو نه پوښتنه وکړو چې د نورو خلکو نه ډېرې کلکې کلکې پوښتنې کوي. وګورو چې دوی زموږ پوښتنو ته ځوابونه لري که نه. ګالیا رڼا نورستانۍ چې د اتصال د خپرونې نطاقه ده او ایوب خاورین، دواړو ته د اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو دلته نن ګورم. ډېره مننه کوم برښنا جانې، تاسو ته د هم اختر مبارکي. په خیر اوسې چې موږ ته دې بلنه راکړه چې دلته راغلی یو. اختر مو مبارک زه ستا برښنا جانې او د ګالیا جانې او د ټولو د اختر ورځ ده. پوښتنې به نرمي نرمي ساده ساتو. ډېر ښکلي کالي مو اغوستي دي. تصادف ده وګورئ چې تور سور او زرغون د افغانستان بیرغ جوړ شوی دی. او تصادف موږ په دغه نظم کې ناست یو چې د افغانستان بیرغ جوړیږي. دا ډېره ښه خبره ده. بالکل واقعا هم درسته. ستا کالي هم ډېر ښایسته دي. مننه ګالیا جانې. کالي دې چیرته جوړ کړي دي؟ ډېر ښکلي دي. مننه کوم برښنا جانې. دا مې په 2020 کال کې کله چې افغانستان ته تللی وم، مخکې له دې نه چې افغانستان رژیم تغییر کړي، نو هغه وخت کې مې اخیستې وه. د ورور واده مې و، د هغې لپاره مې اخیستې وه. نو نن تصادف اختر و، نو معلومه دی چې وایې غوندو. ډېر ښکلی. خیر اوسې. سلامت. ایوب جانه، کلچې دې مو وخوړلې، چای دې مو وخوړل، دا وایي چې د روژې او د اختر فرق څه دی؟ دغه د کلچې او چای فرق ده. او خیل د زړه د اخلاص مې وخوړلې او ډېرې خوندورې وې او داسې ژبه مې پرې وټه کوله. احتیاط کوه، اختر درې ورځې ده، ته ټول په یو ورځ کې مه خوره. نو دوهمه ورځ بیا خدای خبر چې چېرته برابرېږو. امریکا کې د اختر ورځې یم، که د کار رخصت یې خو ښه ده، که رخصت نه یې نو کار ته به ځې. نو وایي پیش آمد خوش آمد او دا نن پیش راغلی دي، نو ځان به پې ماړو کړو. زه همیشه خلکو ته وایم چې باید پازیټیو اوسي، هیله ولري، د ښې راتلونکي امید ولري، ارمان ولري، ارزو ولري، او په دې باور ویسي انشاءالله سبا به تر دې ښه وي او کال به تر دې کال ښه وي. بس ښه اختر ټولو هیوادوالو ته غواړم، په افغانستان کې ټولو افغانانو ته، د افغانستان نه بهر. خدای دې وکړي خوشحاله او سوکاله اختر ولري، او خدای دې وکړي چې راتلونکي اخترونه په افغانستان کې په خوشحالۍ سره مونږ هم وشو کولی چې په افغانستان کې اوسو، اخترونه په افغانستان کې د خپلو خپلوانو سره، د هیوادوالو سره یو ځای ولمانځو. سیار جان، معلوم میشه که گیم خو ما بردیم نه؟ یا اونا بردن؟ ما خزیانم در خواهد کن خود در تیم ما بودیم نه؟ شما در تیم ما بودیم؟ ما شما میشه میبریم. خیلی خلاص، ما بینندای عزیز گیم بردیم، اما بر کس نگوین. بر صورت دیده شما مبارک و بسیار خوشحال هستم که شما را امروز در جمع از همکارا داریم اینجا. تشکر. ایده خوب مبارکی گفتیم، ایده بیننده ها، ایده مردم ما در افغانستان، عید همه افغان‌ها در سراسر جهان مبارک باشه. ممنون شما. تشکر. شما در جمع از همکارا بیشتر به شیک پوش مطرح هستین. چقدر وقت تان میگیره که لباسای تان تهیه میکنین و کی هست که امروز تان کاری میکنه؟ یعنی ما در این نقش داره یا ای که تمام شرکت شماست؟ والا از وقتش اول گفت بزنیم، باز دیگه گفت میزنیم. از وقت وقت کم میگیره، حالا خدا رو فضل که دفتر بسیار کم میریم. ما تا که فوتبال هم میرم، من فکر میکنم یک دو ساعت هم میگیره که من تا جرابای خود پیدا کنم که مچ میکنم، کری شورت و پیران اینا نیم شوخی میکنم. اتفاقا هر چیزی که هست مومد و یا هم امو دست بوس تلاش خانواده است و بدون شک از ینگه صحبت کردی، یک آدم بازار خالی است و اتفاقا من زیادتر افتخارات شیک پوشیم برمیگرده به اون.
دوستان عزیز، اگر شما امرای سیارجن باشین تا آماده میشه، مطمئن هستم که سرطان میگیرید. خدا نکرده باشه. یک مدت زیاد میگیره دیگه، ما برسات شوخی میکنم یک تعدادشه، اما واقعا افتخار هستین در پالی ازی که یک کرکتر متفاوت شما در پس پرده دارین و در پیش روی پرده هم واقعا آواز گیرای شما و طور که اجرا میکنین دوستا و علاقمندای خود دارین و برای چی آمادگی گرفتنی را ازی بگین که جای در نظر دارین برین؟ بلا اولین جایش خمین جمعی جمعی و اتفاقا تشکر ازی که شما لطف کردین و اوتور مزه که اید باید داشته باشه، بوی که باید اید داشته باشه و اتفاقا امو پیام را که باید اید داشته باشه برای من است یک افغان غیر قابل لمس است. اما بدون شک فرهنگ ما می است که از بزرگای خود دیدن بکنیم. اتفاقا پدر، مادر، ماما، خاله، بچه خاله، همگی اتفاقا از بخت خوش ما در همین ما زندگی میکنم. اما از این کار دیگه بهتر چی است؟ فضایی که امروز اینجا خلق شده بر ما فرصت امیر خلق کرد که کلگی رو ببینیم. داود جان، سلام بر شما، عید شما مبارک. سلام به شما، سلام به همه بینندگان عزیز، عید شما مبارک. در هر گوشه دنیا که هستین، به طور خصوص به ویژه برای مردم عزیزم در افغانستان، بر خانواده که در افغانستان هستن، بر همه گیشان عید تبریک بگم. یک تومات دیدگان بالای شما شد که می طرز اخته کباب شما نقل داده نای راست است، یعنی به خاطر اکتداد خورده بله. بسیار قابل خوردن نبود. بسیار کوشش میکنم کوتاه میره قصه کنم. وقتی امریکا اومدم چندین جای بر خوردن کباب دعوت شدم، کبابای خوردم که یا سوخته بود یا که تنبور کنده نمیشد، خلاصه می هر جایی که رفتم کباب خوب نخوردم. در نهایت تصمیم گرفتم که هر قسم میشه من باید کباب پخته کنم، پیدا کنم. بعد از 5-6-10 بار که پخته کردم و اخته کردم و کوشش کردم که پیدا کنم، رازا را از مردم بگیرم، موفق شدم در نهایت. تا حده البته نسبتا حالی میتونم یک کبابی که بعضی از همکاران دوستایم مشاهده کردن توصیف کردن دیگه خدا کنه مزه دار بوده باشه. من خودم از جمله همکارا هستم که نوشجان کردیم، واقعا مزه دار است و ایدم راستی هم بود که شما نقل داده بودین، درست؟ بله. چون وردا بسیار عالی نه کباب مزه دار بود. حالا خود خانه شما هستیم، باز رئیس تام باشه اگر نگوی مزه دار نباشه خب روزگارت خراب میشه. بله، یعنی مشکل ما اونا نیست که مشکل نه، کار خوبم است اصلا که خانه یک کسی میریم که اگر نان مزه دار بود یا نبود مجبور هستیم بگوییم مزه دار بود. باز که رفتیم بیرون باز گپای خودم میگم که والا مزه نداد. مگم یک چیز دیگه هم در افغانستان رواج است در بین ما شما، اگر کسی بسیار مزه دار هم باشه باز میرن میگن لامزه چی یک نان پخته کرده. با هم از جمله تعریف ها هستن. به هر صورت امیدوار است میگید خوش شما داشته باشین. دکتر صاحب مشرف، عید شما مبارک. بسیار خوشحال هستم که شما را از نزدیک ببینم. چی احساس دارین؟ یک تعداد زیاد از همکارا چون از خانه کار میکنن و با او احساس بیشتر در دفتر نمیبینین، حالا که میبینین اینجا شما چی فکر میکنین؟ احساس شما چی است؟ خوش هستین یا اینکه مگه نمیبینین خوب است؟ اول خوش سلام به شما و همه بینندگان و عید بر شما و به همه کسایی که میکنون ما را میبینن، چه در داخل و خارج از افغانستان، تبریک میگم. از خانواده ام در جای کسن و میبینن، امیدوار هستم که رمضان خوش را سپری کرده باشن، ایام خوشی داشته باشن. والا دیدن همکارا و عزیزا در هر جایی که باشه دلپسند است. ما تقریبا در 3 سال کووید عادت گرفته بودیم و تقریبا تا بال هم عادت داریم که صدایشان را بشنویم، کمرهایشان آف باشه، حتی بسیاری وقتا سرشان صدا میکنیم که فکرت باشه کمره تان شده. ولی در کل دیدن و در همچو یک شرایط، در همچو یک فضا، من فکر میکنم که دو از دو برکت دور نیست، که همشان با صحت و سلامتی بعد از سالهای تمام میبینیم، و دیگه ای که آدم بر یک لحظه از اون فضای رسمی کار دور میباشه، تو باید کار بکنی، من باید کار بکنم، کار گزارش ناوخ شده. اینا بینندگان که ما رو میبینن، شما نیم ساعت برنامه را کسل میکنن، پشت از او حداقل 4 ساعت 5 ساعت همکارا بسیار زیاد زحمت میکشن و یک جر و جنجال و گفته یگان زدکند بسیار زیاد رس پری کرده و بالاخره باز یک گزارش یک برنامه تقدیم بینندگان میشه. ما میخوایم که عید از صمیم قلب تمام هموطنان عزیزم تبریک بگویم. امیدوار هستم که این عید صلح و آرامش و امنیت در قبال داشته باشد. امیدوار هستم که فرصت های درس و تحصیل و کار برای زنان و دخترای افغانستان میسر شود دوباره. امیدوار هستم که بوی تمدن و فرهنگ، بوی علم و دانش و هنر در نقاط مختلف و در گوشه و کنار کشورم دوباره به مشام برسه.
دوستان عزیز، امیل لحظه ما در باغ گل هستم. قسمی که میبینین گلای بسیار عزیز و مهربان، کمکارای بسیار خوب ما هستن. واقعا افتخار افغانستان هم هستن، افتخار ما هم هستن. رئیس همکارایتان در دفتر فرخنده جان پیمانی در دیرش دقیقه دخبرونه نطاقه در دیره تکره نطاقه و انداس سهر جان عظیمی در اشنا تلویزیون نطاقه در دوی دری وره چیز گورمه در گالیا جان سره همیشه دوی لکه خورخوندگان غنده همیشه یوزه ای سره نو داماته همو پس پس و غیبت و تمام گپا با این همه صد درصد صد درصد. پیش از اینکه سر جزئیات بریم، اول میخوایم برای دوستا همگی عید سعید فطر تبریک بگیم. امیدوارم که یک عید خوش همگی به سراسر دنیا تجلیل کنن. یک عید خیلی عید تبریکی خیلی ویژه هم برای خانواده خود خود دارم که از اونا دورم. فرخنده جان، عید شما هم مبارک. تشکر. از شما مبارک. از لباسای مقبول تان مبارک باشه. بسیار مقبول مال میشین و از زمین جا میخوایم که برای تمام کسایی که ما را میرکنون از طریق پرده تلویزیون میبینن یک سلام ویژه و عید مبارکی. خدا کنه که روز عید بخیر بگذارم. بسیار عالی. چی کارا کردین دارید؟ یا هنوز چی کارا در پیش روی دارین؟ خب ما خود من تمام وقت 5 روز هفته کار میکنیم. اگر به روز عید برابر شه روز کاری مونه و پروگرام ما رقم پیش میره، اما کسایی که با خانواده هستن با خانواده تجلیل میکنن. ما با محیط دفتر امسال تجلیل کردیم که امیدواریم که همیشه این رقم ادامه داشته باشه. و کسایی هم که از خانواده دورن مسلما با دوستا میشینن و 1 ساعت 2 ساعت وقت میگذرونن. فرخنده جان، د اختر د پاره د څه تیاریانې نیولې؟ اول د خوراکونو نه شروع کړو. خوراک د چه پخ کړی؟ خب قسمه که میفهمین برشنا جان، افغانای ما در هر جایی که باشن بازم امو رسم و رواج عنانات خود بجا میکنن. امو میوه خشک ایدی است و کسایی که البته بزرگار دارن در چهار طرف خود بزرگار میرن میبینن و یک احترام بجای میکنن و دیگه که با دوستا و با فامیلای نزدیک خوش میگذرانه. بسیار عالی. ما یک رواج دیگر هم در بین دختر خانم‌ها شنیدیم که ما شما میخواین پرسان بکنیم که آیا راستی است یا نه. بعض وقتا میگن لباس ها را شریکی میپوشن، از یک کریم میگیرن در یک گیر میپوشن، باز دیگه از او را طلبی میگیره، باز دیگه میپوشن. 100 درصد این بخاطر به اقلیم هم خوبه. بله خوب. از خریداری دوباره لباس هم جلوگیری میشه، به محیط زیست هم خوبه. خیلی کار خوبه. اگر هم و یک نوع صمیمیت شما ما و فرخنده جان امسال هر دو نفر تصمیم گرفتیم که هر دو لباس نو بگیریم، باز به سال انشالله ما سویچ میکنیم. آس تبدیل میکنیم. و یک نوع صمیمیت هم نشان میده بین خانما که بیشتر صمیمیتشان هم میتونن، یعنی هیچ کدام مشکل ندارن که کارا بکنن. در افغانی کالی دلتا در کم زینت داسو اخلی؟ دکان که شته یا خیاط بانده گندهی؟ بیشتر لباس های افغانی را که سرجان و ما میگیریم، بعضی از دکان های افغان ها هست به داخل ویرجینیا هم نام خدا افغان ها زیاد شده پیدا میتونیم کده و زیادتر آنلاین هم فروخته میشه و زیادتر کس از افغانستان میخواین، متفاوت سر کس. با این مسئولیت ها باز چطور وقت پیدا میکنین؟ خودتان میرین یا کس دیگه هسته براتان انتخاب میکنه؟ اعضای فامیل یا چیگونه؟ حالا بر شاپینگ خواهی هیچ فکر نکنم کس وقت نداشته باشه. شما نام خود همیشه لباس ها جدید ما خوب با سلیقه است. ما همیش به ما از شما کم یاد میگیریم. من تلاش میکنم بیشتر مثل شما باشه. بسیار عالی. کار دوام بتین، میتونه در موفقیت خوب برسین. بخیر حالی که آمدین با اینجا و همکارا را دیدین و با هم یک جای وقت گذارندین، چی فکر میکنین دوام بتین کار خوب است یا اینکه کفایت میکنه؟ مثلا به نظر من خو تجلیل کردن اید به این رقم خیلی به نظر من خیلی خوبه. پیشنهاد ما امینه که همه ساله از این به بعد انشالله مهمان رئیس ما باشیم، اینجا به خانه تشریف بیاریم و کباب نوش جان کنیم و به دوستا دیگه هم نشون بدیم. بسیار عالی. تشکر از شما لطف کردین. تشکر از اینکه وقت ما را گرفتین. تشکر. تشکر از شما. بینندگان عزیز، امیدوار هستیم که این بخش از برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. ما به بهانه عید خواستیم که همکارای ما را ببینیم و همراهشان صحبت‌های خودبانی و دوستانه داشته باشیم، شوخی بکنیم تا باشد به خوشی‌های شما در عید اضافه شود. بالکل هم داسته ده. مونږ سره پاتې شئ، مونږ نور په خبرونه کې نور موسیقي او نور مطالب هم لرو او په ګډه به یې ګورو. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم. با بهترین درودها، ایام خجسته عید سعید فطر را به شما و خانواده های گرامی شما تبریک و تهنیت عرض دارم. عید شما مبارک.
سلامونه از احمد شکیبیم. د کوچنی اختر مبارکی د خپل ځان او د خپل کورنۍ له طرفه تاسو وړاندې کوم. اختر مو بختور. دې هیله چې د اختر خیش په ورځ ولرئ. احد عزیزاده هستم. حلول عید سعید فطر به همه شما، به همه عزیزانتان و فامیلیایتان تبریک میگم. همه خوش باشین، صحتمند باشین، مسئول باشین. هر روزتان عید. استاد مبارک شه. زنه بیگم دیروشم که چیرته میمایی سونه لیدیدیم. دقیقه دیراغلم و کتون مختفم مختفم مختفم. السلام علیکم. زیبا خادم امدران وریدیم. عظمتی الله. اختر مو مبارک، مزونه او عبادتونه مو در الله دربار کې قبول شي. زما له خوا هم د واړه اختر غټه مبارکي قبول شي. غټه غټه مبارکي. تاسو مو مبارک. قدرمنو لیدونکو، تر اوسه پورې تاسو د امریکا او بیا په تیر بیا زمونږ د افغانستان د برخې د افغانستان سرویس په امریکا غا کې د اختر مبارکيانه ولیدلې. خو په افغانستان کې هم ډېر په درب باندې اختر المنزل کیږي. د اختر ورځې به اکثره په خوا د کنسرتونو او مشاعرو سره به کېدل. او خو په تیرو دوو کلونو کې افغانان اختر ورځې یوازې د مذهبي رسوماتو سره المانځي. راځئ چې وګورو چې په افغانستان کې او په تیره په کابل کې اختر سکال څنګه المنزل شوی دی. بازارهای شهر کابل در آستانه عید فطر با وجود مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم است مزدحم به نظر می رسد. انواع مختلف خوراکه ها از میوه های خشک گرفته تا کیک و کلچه را که بیشتر زینت دهنده سفره های ایدی و میزها در ایام عید می باشند، در دکان های مندوی شهر کابل و کراچی ها می توان دید. برخی باشندگان شهر از کاهش قیمت ها در مقایسه با سال گذشته ابراز خرسندی می کنند. مندوی کابل که سودا بخرم، نرخوا از پارسال کردم، سال خوب است. آمدیم که سودا بخرم. منتها مردم خریدار نیست که بخرن، میوه و دانه ما پریمان است. چون پول و کار و غریبی برای مردم میاثر نیست که بخرن، اما نرخش مناسب است، قیمت نیست بدر، قیمتش مناسب است. طبق عنعنات قدیمی، افغانها برای تجلیل از عیدها همه ساله پیش از فرارسیدن عید انواع میوه خشک و تازه خریداری کرده برای مهمانهای خود آماده می کنند. شماری از دکانداران در شهر کابل می گویند که اکثر باشندگان کابل به دلیل شرایط بد اقتصادی به خرید نمی آیند. اما برخی از دکانداران از وضعیت بازار راضی به نظر می رسند. نو سکل خدا بازارونه بد ندی، خلق رش دیر ده نسبت نور کلون سیگور دا یو کال مخ مخ کی دو کال مخ کی سکل خدا خلق لیوالتیا دیر لری سی میوا واخلی. نو خو یو خبره سی قیمتی دیر ده جنسونه قیمت دی، نو نسبت نور کلون سیگور قیمتی ده، خو بیا هم خلق خلی والتیا لری سی میوا واخلی، رش دیر ده. کاروبار ما الحمدلله ښه شوی ده، مخ کی پردلو ډیر ښه شوی ده، نرخونه مخ دی ارزان دی او بیربارم ماشاءالله ډیر زیات شوی ده، او سودا هم خدای ان شاء الله. بازارهای کابل بر علاوه خوراکه ها برای عید با لباس های رنگارنگ در دکان ها رنگ و رونق تازه کسب کرده است. تهیه لباس جدید یکی از رسوم دیگر ایام عید پنداشته می شود. اما بر اساس گزارش پژواک، شماری از خیاط ها از کاهش فروشاتشان خبر داده و گفتند که مردم کمتر برای دخت لباس مراجعه می کنند. کلازی بیا دارم شو. وا 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 مسالدار مسالدار امروز ارزونیز بیا بخای. سیمیان یکی از خوراکه های لازمی سفره عیدی در شهرهای مختلف افغانستان است. سیمیان هر رقم از بیادر پارسال هم 1.5 ساعت 2 ساعت 170 130 بود، تم سال خوب است. سیمیان دیگه یک ذره ارزان است، چرا کمی روغن آرد یک ذره پایین آمده، نرخ پایین آمده دیگه خوب شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اجتماعی، مسئولین طالبان برای کنترل نرخ بازار و کنترل قیمت‌ها به دکان‌های مختلف شهر سر زده و گران فروشان را تنبیه و حتی مجازات کردند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در آستانه عید فطر گفته است که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افغانهایی که زیر خط فقر زندگی می کنند دو برابر شده و به 34 میلیون نفر رسیده است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بیننده های عزیز و گرامی، حال گزارش جالب را داریم از افغانهای ما که در اروپا عید را چگونه تجلیل می کنند، بخصوص در آلمان و سویدن. از آمادگی های ایدانه در اروپا، افغان هایی که فرسنگ ها دور از وطن عید می کنند.
یک سال و نیم است که این خانواده رخت مهاجرت از افغانستان به آلمان بسته است. مرزا محمد حافظی و همسرش پروانه چند روز است که مشغول آمادگی های عید هستند. آماده برای جشنی که دور از بستگان در سرزمین غربت و بیگانه از فرهنگ بومی تجلیل می کنند. کوشش میکنیم رسم و عنعنات افغانی خدا زنده نگاه کنیم. ما باور دارم هر افغانی که هست در مثال در اروپا باشه، امریکا، هر سرزمینی که باشه، هیچ وقت رسوم و عنعنات و وطن خدا فراموش نمیکنه. دور از آلمان در شمال اروپا در سویدن نیست افغان ها به پیشواز عید می روند. اصل کریمی بزرگ شده سویدن و از هرات است، از جایی که فرهنگ به خصوص خودش را در عید دارد. می خواهد چون سفره رنگین عید با رنگ رخ سنتی در افغانستان آراسته کند. کوشش میکنم که همو بوی و همو احساس همو ایدی که به افغانستان باشه به خونه من همو رقم باشه. دیگه خوش دارم سفره مچینده باشه پر از شیرینی و میوه خوش افغانی. پوشیدن لباس های نو بیشتر اما سنتی در افغانستان در عید معمول است. اینجا در آلمان نیز مرزا محمد و پروانه همسرش می خواهند که به دور از این رسم نمانند. این خانواده تازه مهاجر در آلمان می کوشند برای خوشی کودکانشان و تا حد ممکن سفره عیدی رنگین با میوه های خشک وطنی، کلچه و شیرینی ها پهن کنند. چیزی همانند افغانستان اما شاید سرد از مهمان. اگرچه در افغانستان در روزای عید اول دوم سوم عید ما عید گشتک با دوستا رفیقا جمع میشدیم میرفتیم، اما در اروپا متاسفانه او چیز نیست. اما باز ما به خاطر که یک عنعنات یک رسم رسوم ما است تحلیل کردیم، لباس ها خرید کردیم برای اطفال و برای اولادا، آمدیم میوه خشک بگیریم. اگرچه اگر کسی دوستا رفیقا کسی آمد آن خوب خوب اگر نمادن چون به خاطر رسم رسوم است ما باید تعظیم کنیم و بسرخان داشته باشیم در روزی. در سویدن اصل میز رنگین ایدی تزیین کرده است. تنها مهمانش تا این دم خاله اش است. فامیلا آدم نیه، ایت احساس تنهایی آدم میکنه، ولی خب ما کوشش خور میکنیم که بیترین بسازیم به می امکاناتی که هسته به سویدن و چهار تا دوست و رفیق و فامیل جمع کنیم که احساس کنیم که واقعا یک ایدی هسته به اینجی. از این که عید در روزهای آخر هفته واقع شده است، شاید برای بسیاری ها چون خانواده مرزا محمد و اصل فرصت باشد تا عید را کمی دور از مشغولیت‌های رسمی جشن بگیرند. عبدالولی اورگن، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، آلمان. چشمانم مگر راز
بالا دیوانم کرد رقص تو والا گله گله کردی تو از من کاش که بدانی راز من چرا چرا نزدم نیایی پیش از این مکن جدایی عشوه میکنی تو از دور آوردی دلم را بشور آن لبان نوشین تو مثل دانه های انگور مثل دانه های انگور چشمان شهلا آن قد بالا دیوانم کرد نفس تو بلا چشمان شهلا آن قد بالا دیر خکل سندره و آهنگ جوانی که مرد ایروز اید بیاد جوانی خود منداخت تقدیم شما با آواز گیرا و با استعداد هنرمند جوان شکیب جان غوثی شد. امیدوارستم که خوشتان آمده باشد. شکیب جان شما هم خوش آمدین با برنامه. سلامت باشین سمیر جان. و سلام برشم. اید شما هم تبریک. برشنا جان اید شما هم تبریک. منن از تا سفترد مبارک چی پخیر رغلی. سلامت باشین. امیدوار هستم که هموطن عزیز ما یک عید خوب خوش آغاز کرده باشند. خوشحال هستم امروز با شما هستم. دیر مننه. شکیب جان اول خدا را ته وایه چې په سندره کې دی ما د لیلا نوم ډیر واورېده. دا را ته وایه چې ستا لیلا څوک ده؟ آیا ته کله چې سندرې وایې ته څوک په ذهن کې نیسې انځوره یې او بیا سندره ورته وایې؟ خب همیشه آهنگایی که میخوانم و آهنگایی که اجرا میکنم کلش عاشقانه است و خب بعض وقتا بعض تصویرها در ذهن آدم میایه بعض تصویرها یا یک تصویر بگو که بخاطر که با تصویر کسی که بازی خرابی میشه هرچی که نباشه رنگه باز خفه نشده یا برو نمیم شما رسی کردین کدام چه خوش هستن؟ نی خبر دارن خبر دارن دوستان اگر خبر نداشتن حال خبر شدن یا بین ما شما هستن به هر صورت همین لحظه بر من خودت شکیب جان بگو که آیا خودت پشت برنامه رقابتی که اشتراک کرده بودی دلت تنگ نشده؟ سمی جان خیلی پشت برنامه سارا فانتق شده واقعا یک برنامه خیلی زیبا بود یعنی همو هیجان همو استرس من بعض وقتا که میشینم اون برنامه رو میبینم یعنی اون برنامه ریکارد شده خلاص شده اما بازم ما حتی در خانه استرس میداشته باشیم که برنامه رو میبینیم میگم که خیلی یک دوره زیبا بود واقعا شکیب جان کله دې زانه پختنه کړې د چول سندرغاړی شوی خب کوشش میکنم که یک هنرمند خوب باشم اما خب همی استعداد در خود یافتیم که کمتون بتانم حداقل یک خدمت کرده باشم به هموطن عزیزم بعد از اینکه آواز خواندی و همی استعداد که خودت دعوا میکنی که داری فکر میکنی که دوستا و علاقمندان پسندیدن یا نه؟ خب من زحمت خودم میکشم آهنگ اجرا میکنم و قضاوت هم میمونم به هموطن عزیز که اگه خوششان آمد خواهد من گوش میکنن میره خب میفهم که من شوخی میکنم واقعا علاقمندان فراوان دارین و امروز چیزی با اجرا کردین و یک عید ما را شما صد عید ساخت قربانتان سمیر جان تشکر شکیب جان فکر دی چنان دیر یو غیر معمولی ورځ ده و غیر معمولی پختنه بدر نه کیږي نو ځان ورته تیار کا از عید صحبت بکنین که چی تیاریا گرفتین جای رفتین ایدی یا نه از فامیلا کس هستن ده شهر که زندگی میکنین والا فعلا از ما اینجا کسی نیست اما شکر دوستا و رفیقا بی از شما نباشد یاد هستن میریم خانهشان اما محبت میتن تای مصرف کیک کلچه سر شما کم از دیگه کم است ولی مصرف کیک کلچه اونری کارونو ته دی چرا شو په دې وروستیو وختونو کې ډیرو نرمندان چې تازه راغلي دي ځینی ویډیوي کلیپونه د سندرو سره جوړی تاسو څه خیال دی چې د ویډیوي کلیپونه چې کله جوړیږي او سندره تخپل دومره پام نه کیږي څومره کیفیت کمایي د سندرو خب یک موضوع را که ما متوجه شدیم همگی پشت همو کیفیت موسیقی و صدا میگردن و درست است که ویدیو کلیپ رول داره اما زیادترین رول به نظر ما همو موسیقی که چه قسم ارنج میشه و هنرمند چه قسم رو اجرا میکنه داره
حالا که شما آمدین به امریکا و شرایط تغییر کرد از افغانستان برآمدین، امیدوار به این هستین که و همچنان مطمئن هستین باید هم امیدوار باشین که کارا و برنامه‌هایتان زیادتر خواهد شد و با کوالیتی و کیفیت بیشتر خواهد باشد. روی کارای نوتان میشه که بر ما و بینندگان عزیز معلومات بدین. تشکر سمیر جان. یا هنگ توفی ایدی بود، البته ارنجش توسط استیدیو آریانا شده بود و ولیش پاری. یک سلام خاص برشان تقدیم میکنم، زحمت هایی که کشیدن. سلام ما هم برشان برسه. بله و انشالله کارهای اونریم ادامه خواد داشت و امیدوار هستم که تا اید آینده بتانم یک چند پرش آهنگ زیباتر دیگم برشان بسازم. ده اونری کارونو تر سنگ نور چه کار وظیفه چه مصروفیت لری دلتا؟ والا آدم روزگاردار دیگه خانه، کار، بعض وقتا همی کارهای فرهنگی، بعض برنامه هایی که افغانهای عزیز ما اینجا میگیرن و میریم، همین کار را دیم. بسیار عالی. شکر جان، شما خود نامخدا یک هنرمند جوان و بااستعداد هستین. بیشتر خودتان کدام سبک موسیقی را دوست دارین؟ من سبک پاپ و غزل هر دوش دوست دارم، اما بیشتر بخش پاپ هم میخوانم خودم و فکر میکنم که متنعیزی ما پاپ زیادتر میشنون از خاطر تقاضای مخاطبین هم در نظر گرفتیم به او اساس. بله. بسیار عالی. شکر سمیر جان. در افغان سندرغاړو کې څوک ډیر خوښیږي؟ د چا مګه کې فالو کوي څوک؟ دوستا جنگ اندازی شروع شد. یعنی میبینیم ما چپ هستم. نمیشم با سرما تو ما کس مگه ما نه چپ هستم. خبری هم دلتا پاتی کیگی. من تمام هنرمندای افغانستان را دوست دارم. مخصوصا کسایی را که زیاد میشنوم، احمد زایر جان است، فراجان دریا و پس از هنرمندان زن که آوازشان دوست داریم و میشنویم استاد هنگامه را دوست دارم. اصلی اقیده جنگ واجه خب بازه توازن هم در نظر گرفت فراجان سعید تمام مردان را بگوییم. بله اون پس هنرمندان دیگه که آهنگایشان ها واقعا زحمت میکشند یرسه، خب آدم باید بشنوه ببینه که چی کارا کردن، چی نواهی ها کردن، ما هم فالو میکنیم. اما الگوی شما کی هست؟ الگوی ما از اول در موسیقی استاد ولی فتح علی بود، چون ما اول بخش غزل اجرا میکردم و آسته آسته آمدم در بخش پاپ، چون تقاضای مردم در بخش پاپ زیادتر بود و فعلا امی بود. تاسو خلکو تقاضا تر دیر گوری پا موسیقی که خپل ذوق تا چی چیش سره تاسو خپل علاقه لاره؟ تا آخرین حد کوشش میکنم که هر دویشه یک چای باشه. هم ذوق خودم و هم ذوق هموطن عزیز که نه من خفشم نه وا و کوشش میکنم که یک کمی آهنگا شادتر باشه، چون مردم ما فعلا در یک شرایط قرار دارن که پر از غم هستن و بتانم امو غمای دلشان با امو آهنگی که میخوانم بیچینم. افغانستان که خصوص موسیقی بنده شویده، تاسو چه دلت را غلی هسته لکه تاسو خونده نور و نرمندان هم دیر عرخوات پراغندت شویدی، تللیدی، مسافر شویدی، تاسو چه کوایی چه خپل دا احساس خلکو تا وخایی او خپل احتجاج دغه اقدام پر براندی وخایی؟ همی که ما در این شرایط سختی که اینجا زندگی میکنم، یعنی چون ما تازه اینجا آمدیم و همی که ما یک کار هنری میخوایم انجام بتم، با همی میخوایم احساس ما مردمم اظهار کنم که ما همیشه در فکرتان هستم و از هر سرزمینی که باشه یا هر جایی که باشه ما کوشش میکنم که با شما در ارتباط باشم و فکر میکنم همی فعلا بهترین گزینه شاید بر ما باشه. دیر خیس است، دیر زیات منن استانه. ممنون از شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، در برنامه اشتراک کردین و آهنگ بسیار مقبول را سرودین. در کارهای آینده تان موفقیت های بیشتر میخواهیم و از طریق شما با تمام اعضای خانواده شما اید یک بار دیگر هم تبریک میگیم و روزه و نمازشان قبول. تشکر. بیننده های عزیز تلویزیون، شما بیننده برنامه اید آشنا از صدای آمریکا هستین. در این بخش از برنامه وقفه کوتاه میگیریم، پس دوباره در خدمت قرار میگیریم. بیننده های عزیز سلام، فوزیه احسان هستم. عیدتان مبارک.
آرزو میکنم که روزهای عید را با خانواده ها و دوستانتان به خیر و خوشی سپری کنید و در سه روز عید اوقات خوش داشته باشید. سلام دوستان و کمکای اخترم و مبارک. خدای دی بگی چی پر دی اختر کی لخپلی کورنه یا عزیزان و سره خوشحال شیبه ولره. دوستان عزیز سلام، محمد هاشم حبیبزاده هستم. امیدوار هستم که روزهای عیده در کنار دوستان و در کنار خانواده هایتان با خوشی و مسرت تمام سپری کنید. خوش باشید. سلام قدرمان و هیوادوالو، اختر مبارک، منز روژه او عبادتونم قبول شد. هیله لرم در خپل کورنۍ سره په خوښۍ ولمانځئ. سندره و ډیره خوله خوله زوانه او تکړه تاجک سندرغاړي مهرنگار رستم مونږ سره په استودیو کې ده چې په خپل خولي आवाज به تاسو اختر لا نور هم خایسته کړی. مهرنگار جان خوش آمدی، عید مبارک. خوش باشین، عید شما مبارک. دوستان عزیز، بیننده های گرامی، باید برتون بگم که مهرنگار جان از جمله هنرمندای ناب تاجکستان هستن که تنها هنرمند نیستن، اینا کمپوزیتور هستن، موسیقی را به شکل مسلکی یاد دارن و در پالی ازی دوتار هم چی مقبول می نوازین؟ بله. راست گفتم یعنی؟ بله راست گفتم. کمی یاد دارم چون در فامیلی ما
به مثل میراثی است و همی خیل خداداد یاد گرفتم. راستی اسباب دوتا رو از سن 5 سالگی می نوازم و سرودای سنتی تاجیکی رو فولکلوری رو خیلی زیاد نیز دوست دارم و بسیار در برنامه ها در کنسرت ها نیز با دوتار اشتراک ها نیز داشتم. بسیار عالی، بازم عید شما یک بار دیگر مبارک باشه. چطور بگذره عید در بیرون از تاجیکستان؟ اولا از فرصت مناسب همه مردم مسلمان رو با فرارسی عید تبریک و مبارک باد میگویم. بگذار در خانه هر یکی شما شادی باشد، بگذار همیشه خوشبخت باشند، صلح پایدار باشد و خداوند باز ما رو با عید دیگر برساند. و در تاجیکستان فکر میکنم که همه ما مسلمانان عید را یک خیل جشن میگیریم، چون در وقت عید پیراهنای نو زیبا با بر میکنیم، خودمان را آرایش میدهیم، بعدا به خانه دوستامون میریم یا اینکه مهمان ها را قبول میکنیم، غذاهای با لذت آماده کرده یا به کودک ها شیرینی یا تحفه هدیه میکنیم. دیگر هم خیل میگذرد. آهنگی که خواندی، یک نیم از کلاب، یک نیم از کابل، بسیار آهنگ مقبول است. زنده باشه. کی برات شعرش سروده؟ کی برات کمپوزش کرده؟ خب، این ترانه جادوگر نام دارد. واقعا این ترانه هم را جادو کرد. راستی، ما این ترانه را در ازبکستان کار کردیم و شعرش را نیز باشد یکی از هنرمندای بگیم تاپ تاجیکستان در شعر نویسی و ژورنالیستی به همتا هستند، حتی روزنامه‌نگار. ارزوی سایف برای من شعرش رو ایجاد کرد و چون افغانستان همسایه ما است دیگه و خواستیم که یک مخلصانمون رو نیز از افغانستان خرسند بسازیم، چون من هوادارا زیاد دارم از افغانستان و کابل رو نیز در اینجا جایگیر کردیم در این ترانه. بسیار عالی، شما معلوم میشه که سبکای مختلف موسیقی را بلد هستین و همچنان یک سبک بسیار خاصه به نام اپرا. بله، من راستی در مورد از بگین کوره چطور شما آموختین؟ کار ساده و آسان نیست. البته که ژانر اپرا بسیار یک ژانر دشوار است و نه هر کس میتواند از عهده این ژانر براید به خوبی. وقتی که من مکتب را ختم کردم، مادر جانم به من گفت که مهرنگار جان، البته که تو هنری خداداد داری، لیکن همچون هنرمند پروفسیونالی باید دیپلم دانشگاه موسیقی را نیز داشته باشی. و به همین خاطر بعدا در دانشگاه ما بسیار ژانرها بود، لیکن من ژانر اپرا را انتخاب کردم، چون وقتی در ژانر اپرا مثلا کوشش میکنی که مثلا یاد بگیری، معلومات بگیری، صدایت باز هم دیگرگون می شود، قوی تر می شود. بسیار ژانر دشوار بود در اول، لیکن بعدا پشیمان نشدم. بسیار خوب بود، دو کنسرت اپرا نیز در تاجیکستان برپا کرده بودم. به غیر از زبان تاجیکی دیگه به کدام زبان ها آهنگ می سرایی؟ دیگه زبان ها را بلده؟ من پالیگلوت میگن، من به همه زبان ترانه می خونم. و شما اپرا گفتین، من می خوام که برای شما یک چهار مصرع اپرا بخونم. بله، یکون اپرا تاجیکی یا که یک فیلم میکنم مادر برای شما. بفرمایید. آیوه دختر، آیوه دختری زیبای نورا، شودی آوازه دنیا مبارک، مبارک، ای مبارک. کمیش رو برای شما خوندم. بسیار عالی. در مورد زبان ها برشنا جان پرسان کردک، ما میخواییم بگویم که کدام شزدتر یاد بکنین، چقدر زبان ها رو بلد هستین؟ البته که دایی که آواز بخوانین. بله، زبان ترکی، کمی هندی، انگلیسی، روسی بلد هستم و فارسی. شما با کدام زبان میخواین که من برای شما ترانه اجرا کنم؟ معنی حال هندی اجرا کنم. هر کدام که اینه برشت آزم هندی هم سلای تام تام دار از طرف ما. ترکی داشونی دیم باشه. هندی جی همی منظور هی اپکا یه فیصله، جی همی منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، کہہ رہی ہے ہر نظر بند پرور شکریہ، دو جہاں کہ آج خوشیاں ہو گئی حاصل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا. واہ واہ، کیا بات ہے!
Thank you. شکریه. در خانواده اولاد چندم هستین؟ کلان خورد ایدی میگیرین؟ اولادی یکم. خیلی دیگه بسیار هم تو. ایدی میگیرین و هم ایدی میتین. شو باره ما چی ایدی میتین؟ بار شما میکنم پیشنی تان هستم ای کلان ایدی است. تشکر زیاد. اما مالو میشه بسیار نازدانه هسته. نمیتونم؟ بله من نازدانه خانمون هستم. نازای شما بالای ما و برنامه ما هم زنده باشین. تشکر. مهرنگار جان خودت 1,000,000 فالوور داری در اینستاگرام. بله. راز ازی چیست؟ برای سمیر نگو، تنها بر ما بگو. رازش فکر کنیم که اگر که آدم واقعا کس به خودش را دوست بدارد و مهنت زیاد کند و فکر میکنم که مردم البته که توجه میکند و ای را قدر میکند و من که از سن 5 سالگیم روی صحنه هستم، کار و فعالیت میکنم و شاید در کس به خود صمیمی هستم، از این خاطر دیگر مخلصان زیاد دارم، هوادارهای زیاد دارم از سراسر کشور تاجیکستان یا بیرون از تاجیکستان. بله. پیشتر از این دیزم زمان کردین بیاین چه خوب از پشتو از شما بشنویم. اما آهنگ مقبولی را که شما خواندین امو را میشه که برای ما کوتاه زمزمه بکنیم. باشد. بسم الله قدم را وخل شایسته نوکی و پش زنی نوکی علا دملشا بسم الله قدم را وخل شایسته نوکی و پش زنی نوکی علا دملشا چی مسافرش ندی و کردی دانو نشایسته نوکی و پش زنی نوکی علا دملشا. مننه. با چیزی با سرودین با پرن لذت بردین. تشکر. درست خواندم؟ بسیار مقبول خواندین، بسیار صدایتان بسیار جذاب است. در دیار غربت شما در اینجا که هستین، اینطور کمیونیتی یا جامعه از تاجیکا وجود داره که شما مراسم مذهبی یا فرهنگیتان تجلیل کنین؟ در امریکا فکر کنم که کمیونیتی تاجیکا بسیار کم است. چه خیلی که مثلا کمیونیتی افغانستانی و ایرانی و زیاد است، از تاجیکا راستی با او شمار نیست، کم است. و در امریکا راستی گفت در چورابینی های فرهنگی مثلا بروز استقلالیت تاجیکستان بود که در واشنگتن برپا گشته بود، در اینجا حضور داشتم، برآمد کردم و مثلا چورابینی های سیاسی یا که جدی می شود از نام تاجیکستان در خارج کشورها، چی در امریکا چی در دیگر دولت ها اشتراک میکنم. البته بسیار عالی است. شنیباب چی خوش دارین؟ چون روز عید است، یکم که بگین ما اینجا شنیباب داریم اما اجازه نداریم دوست بزنیم، اینا تمامش با نمود است. بله بسیار. در شیرینی ها در روز عید مثلا خانگی های ما چلپک میپزن یا اینکه چلپک هم میدونیم؟ چلپک هم میشناسم، این هم میشناسم. باشه نال از اینا امکان بگیرن که من از مزار هستم، من از مزار شریف هستم، از این خاطر چلپک هم میشناسم. نال میشناسم رو بگو تشریح کنه کدامش هست. خب بگین کدامش هست. چلپک گرد از خمیر. بله درست قید کردیم. از خمیر جور میکنن و روی روغن سرخ میکنن با سرش بوره میده شده رو مندازن. یا که ارزوق میکنن، ارزوق، چگلدک و این چیزا، یا غذای تمام ملی تاجیکی، آشی توپا و خام شوربا، غذای ملی اساسا آماده میکنن در روز عید، چون مردم بسیار دوست دارن طعمای ملی خودمان. از غذای افغانی بگین کدامش دوست دارین؟ آش افغانی را خوش دارین؟ البته آش افغانی را که دوست نداره گناه است، بسیار بالذات است. و باز اما قابلی پلاو است، قابلی پلاو بسیار خوش دارم. اونم قابلی پلاو. شما آش میگین نه برنج؟ ما برنج آش میگیم، بله آش پلاو. کل دوستا نگوین که از یک آش عادی که ما میگیم از چه شما تعریف کرده تو معلوم شده که هم قابلی پلاو تاجیکی هم بسیار بالذات است. شما با ما راضی هستین؟ 100% ما رو امتحانم کردم، آمده بودم به دوشنبه تاجیکستان، واقعا مزه دار بود. بله. بسیار عالی. از خود تاجیکستان میشه که صحبت بکنین که حال ماحول و فضا در اونجا چی گونه است؟ ایده با مو شکل که باید باشه تجلیل میکنن تاجیکا؟ خب چه خیلی که اگر شما بدونید همه تاجیکستان مثلا مردمش مسلمان است و البته که اکثری
مردم روزه میگیرند و البته که بسبرانه ایده انتظار میشوند و همه مردم تاجیک با شکوه ایده جشن میگیرند تا سه چهار روزه حتی خانه همدیگر میروند مثلا با دوستا وقت را خوش میگذرانند و در تاجیکستان مردم ما بسیار محفیلا را دوست می‌دارند، خوشی دلخوشی محفیلا دلخوشی را دوست می‌دارند و می خاطر با جان و دل با وقتی خوش جشن می‌گیرند دیگر. اگر پس بگردیم به کارهای هنری شما، از هنرمندای افغانستان کدام هنرمند الگوی شماست و آهنگ‌های کی را بسیار مشنوین؟ راستی همه هنرمندای چی تاجیک باشد چی افغان باشد همه هنرمندان مهنت میکنند، همه هنرمندان را احترام دارم نسبت هر یک تاشو، اگر اسم یک تاشو بگیریم دیگر شاید خفه بشود. بسیار دیپلماتیک گپ میزنیم. به همین خاطر ما ترانه های اکثری مردم افغانستان را گوش میکنم و اساسا ترانه های سنتی افغانی را دوست دارم و گوش میکنم. بله، در مورد از این میشه بر ما یادآور شوین که قرار است در کارهای هنریتان چی گپای نو رخ بده؟ خب ما که بسیار سپرایز نمانه نکمه که خب بگوین. من این ماه تصمیم دارم که یک ویدیو کلیپی که در مصر انجام دادم امو ویدیو کلیپ پیشکش مخلصو عزیزم بگردانم روزهای نزدیک. دوستان عزیز، ما او ویدیو کلیپ دیده واقعا بسیار عالی است، یک آهنگ فوق العاده خوب است، کورا مطمئن هستم که طرفدارای زیاد می داشته باشه. شما چند آهنگ از شادروان احمد ظاهر بازخوانی کردین؟ بله. چه خوب است که امیال از شما یکی از آهنگای اونا رو بشنویم. کدام آهنگ در فکر و هوای شما آمد؟ کدام ترانه شو بخونم؟ هر ترانه ای که شما دوست دارین. امور یک بازخوانی کردین با منی را یا دیگه شه؟ ای دشمنی دل آفتی جانم، ای دشمنی دل آفتی جانم، بشنو تو دمی آهو افغانم، زین بیش مکن تو پریشانم، زین بیش مکن تو پریشانم. گفتم کی نرو، هی گفتم کی نرو، مده آزارم از دستی فراقی تو بیزارم، از نرگسی چشم از نرگسی چشم، به تو بیمارم دیگر تو مده جبری بسیارم. تشکر. چه آواز زیبا و گیرانی. پیشتر نخواستین که بگوین که الگویتان کی است، مگر سمیر جان با بسیار مهارت به ثبوت رسان که شما الگویتان احمد ظاهر است. راستی از یک سه ترانه استاد احمد ظاهر یادشان بخیر باشد اجرا کردم. یک ترانه پشتو بود این گفتم که نرو، بعدا باز یک ترانه بسیار معروف تو با منی، امین ترانه ها را اجرا کردم برای مخلصای افغانی. بسیار خوب. در مورد دوتار پیشتر صحبت کردیم، چون حال بدبختانه در استودیو نیست که بنوازیم. او رو چطور باز شما تانستین که یاد بگیرین؟ کار ساده نیست، باز وقتی که خانم یک آله موسیقی یاد داشته باشه بنوازه حتما بسیار زیبا و مقبول معلوم میشه، نه؟ خب در خانواده ما پدر بزرگی من رستم عبدالرحیم شادروان و بابای دیگرم پدر بزرگی دیگرم استا غلام، یکیش استای دوتار بود، پدری پدریم. پدری مادرم باشد دوتار نوازی چهره دست بود و به مثل اون کس هیچ کس نمی نواختند و پدرم نیز یکی از مطربانی به همتای مثلا در اسباب دوتار هستند و این چه بگم ارثی است یا اینکه نمیدونم، خرد بودم 5 سال داشتم الکی دوتار می نواختم. مادرم به من میگفت که مهر جان اگر که بخوای که هنرمند اصیل باشی در آینده تو باید ان همین اسباب را یاد بگیری. یک وقتی در مدت 10 روز امی اسباب یاد گرفتم راستی. و میگن که اگر در خون یادم باشد همون تستر یاد میگیرد، یعنی که چی خیلی نمیدونم، یعنی با نام خودم میخواییم بگید که با استعداد هستیم دیگر. همین خیلی یاد گرفتم. بعد در آزمون های بین المللی نیست با دوتار بسیار در آزمون ها اشتراک کردم، سزاوار جایزه های مدال های طلا گشتم و تاجیکستان رو معرفی کردم با این اسباب سنتی. البته که بسیار اسباب زیبا است، صدای فرام دارد و کاش میشد که در اینجا یک دوتار می بود برای شما زمزمه می کردم، لیکن افسوس نیست. در آینده در برنامه دیگرتان برای شما قول می دهم که از تاجیکستان برای شما یک دوتار آورده در اینجا برای شما اجرا می کنم.
در پالوی دوتار دیگه به کدام آلات موسیقی دسترسی داری؟ خب که ما هنرمندی پاپ هستم، گیتارم می نوازم، در گیتار، در پیانو نیز کم کمی می نوازم، آهنگ ایجاد می کنم، همه ترانه ها ما با گیتار ایجاد می کنم. در مورد لباس های مقبولتان بگوین که واقعا بسیار زیبا معلوم میشه. این انتخاب شماست یا کسی دیگه همراهتان همکاری کرده؟ چی گونه است که راستی مقبول است؟ راستی وقتی من خورد بودم بسیار متاها رو میگرفتم، در گرد میانم تاب میدادم، هر نمود لباس ها میکردم، بسیار با دیزاینری ذوق داشتم و خودم نیز کم کم رسامی هم میکنم و از حسابی که من هنرمند هستم، مثلا کاری ما با فیشن با این کارا بسیار علاقه‌مندی دارد و می خاطر همه لباس هایی که در روی استیج من ببر میکنم یا که در انترویو های خود، همش رو خودم فکر میکنم، استایل رو خودم انتخاب میکنم و دوزنده ها برای من میدوزن، یعنی حیات ها. کالای تاجیکی هم مثل کالای افغانی بسیار شباهت دارد، بسیار تردیشنال است. شما کالای تاجیکی را ایجا که خودتان دیزاین میکنین، بر خود یا زوجه میارین یا خیاطایی که جاست، آیا کالای تاجیکی را برتان دوخته میتونه؟ راستی در اینجا خوبش که پیراهن تاجیکی ندوشون نیست در اینجا در امریکا و میخاطر من از تاجیکستان با خودم میارم، یا اینکه در ازبکستان یا اینکه در تاجیکستان خیاطای مخصوص دیزاینر رو خطی همکاری میکنم، آنها برای من مثلا دل خواه لباسی که من خوش دارم فکر و عقیده خودم رو با آنها ابراز میکنم و آنها برای من در سطح عالی انجام میدهند و من در برنامه های رنگارنگ شما میپوشم. دیگرم خیر. بدون شک که شما در کارهایتان واقعا موفق هستین، ما اجرای بسیار خوب را دیدیم از شما. میشه که در مورد موسیقی محلی تاجیکستان صحبت بکنین و در پهلوی از او بر ما بگین که آیا شما در محافل عروسی هم اشتراک میکنین یا نه؟ خب مردم تاجیکستان چطوری که میدونید، مردم ما مردم کوهستان است. 90% تاجیکستان این کوه است، 7% زمین و مردم کوهستان مثلا در کوه ها سرودهای سنتی مثلا به مثل فلک دشتی اجرایش ها میکردن. مثلا مردم ما بسیار ترانه های سنتی رو دوست میدارند و فرهنگ تاجیک ها بسیار بای و غنی است. از مثلا شش مقام داریم ما، فلک داریم ما، مثلا سرودهای استرادی نیز در سطح عالی انجام میتن و من بسیار در رپرتوار خود نیز سرودای سنتی خلقی تاجیکی زیاد دارم و اگر شما بدونین مثلا یک بخشی افغانستان بدخشان ترانه های سنتی دارد که با ترانه های فولکلوری تاجیکی بسیار نزدیک و شباهت دارند و به همین خاطر ما بسیار فرهنگ من بای و غنی است با مردم افغانستان و ما خوشبخت هستیم که همچون هنرمند از ترانه های فولکلوری پیشتره میتوانیم استفاده ببریم، مثلا با یک کارکرد نو مثلا با جوانان مثلا پیشنهاد کنیم و به همین خاطر من زیاد ترانه های فولکلوری خواندم. من میتونم برای شما یک فلکی دشتی ازیر فلکی دشتی چیکار کنه بفرمایید، میتونم که نشان بدهم. بفرمایید. جان ای آچه جان که دم بدم می سوزم، ماننده که چوبی تر بنم می سوزم، فریاد کنم گردی ولایت گردم، شاید که به گوش تو رسد آوازم.
تشکر زیاد. برعکس یک تعداد از هنرمندای دیگه که هم اگر پرسان بکنی و زمزمه بکنی می گلندر دستم یاد شما چون کمک گلندتان هم درد میکرد اما خواستین که زمزمه بکنین. ما فکر میکنم که هنرمندی واقعی باید که در همه جهت همه وقت تیار باشد. بسیار عالی. صدایتون زنگ دل میبره. پیش از اینکه آهنگ بهدید دانه بخونین یک سوال که ما فکر میکنم بیننده های ما از آرا بیننده ما میالی منتظر هستن و در دلشان میگرده که سوال حتما باید از شما بکنیم. یک کدام سوال شخصی است. ازدواج کردین یعنی؟ ما حقوق دارم که به سوال شما جواب نگردانم. کاملا. من ازدواج نکردم الان. اون اما بیننده های عزیز اگه دوشاره میفهمین خب پس بفهمین. ادورتایزمنت دارین مرا. ممنونتان بسیار زیاد تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین از راه دور آمدین مختص به این برنامه. بسیار خوشحال شدیم شما یکی از کسایی هستین که واقعا افتخار تاجکستان و افغانستان هستین. فوق العاده با استعداد چی پر انرژی اجرا میکنین. بیاین پس یک آهنگ دیگه هم بر ما اجرا بکنین. دیگه باز هم برای شما خداحافظی میکنیم. در زندگی کاری و شخصیتان موفق باشین. یک عید خوش برتان میخواییم. تشکر زیاد برای دعوتتان. عیدتان مبارک باشد و با کلی مردم مسلمان و امیدوارم که عزیز برنامه خوششان بیان از ترانه های ما و وقتشان رو در روز عید خوب و خوش بگذرانند. بسیار. تشکر. زنده باشید. صندوقچه زرگری پر اینق رای خام صندوقچه زرگری پر اینق رای خام دستک زده مگذری نه علیک نه سلام دستک زده مگذری سلامت باشی حرام بر دیگران گشتی نگشتی به مرام حیران بر دیگران گشتی نگشتی به مرام جان یار یار بیا بیا های بله تشرینی تو اصلی بدن زیقی زار ولی شد مشکل کام حلی عاشقی زار زارونی زار دل به قرار چبک سوار سراغی یار آمدی یک دم بشینی در برام لذت دنیا می برام با تو خیالم در جهان ای همه مزه بترم یار بیا بیا های بله تشرینی تو اصلی بیقار استاده یار زاره ای زار دارومه هی رو تب گردان یارما علمی بسیار دارما نکنی دیگر خورما به نصیب ایدی دارما یک دم بشینی در برو هی لذت دنیا میبرو با تو خیالم در جهان ای همه مزه بترو یار بیا بیا هی بله تشرینی تو اصلی هی دل به غبار همراهی یار دل کاش و دل فاره نشک
نشکه دیگه و دو پیمان تا هی نشکه کی ما مشکنم ارمان تا نشکه دلی دلباری خندان تا بیشکه بیشکه گردانی شیطان تا دستی با دست می رویم باغی در دلکم نمانه یک داغه هی دستی با دست می رویم باغی در دلکم نمانه یک داغه. بسیار عالی، واقعا مهرنگار جان پر انرژی اجرا کرد. دیر مننه مهرنگار جانه. د تاجکستان خلق هم د نورو اسلامی هیوادونو په څیر کوچنی اختر د لویو مذهبي مراسمو او ملی دودونو په ترسره کولو لمانځي. سکال په دې مراسمو کې په تاجکستان کې یو ډیر شمیر افغانانو هم ګډون کړی و چې په دې وروستیو کلونو کې تاجکستان ته تللی دي. سمیر جانه، په ګډه به وګورو چې افغانان په تاجکستان کې او خپله تاجکان څنګه اختر لمانځي. بله، بیاین با هم ببینیم. یک روز پیش از عید فطر، شهری دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و اینجا بازاری مهرگان. تجلیل از روزهای عید در تاجیکستان از تمیز کردن خانه ها و خرید آغاز می شود. از همه بازاری کلانترین در شهر دوشنبه بازاری مهرگان است. در این بازاری ما پیش از عید فطر ماه شریف رمضان خرید و فروش بهتر، خوبتر، بسیارتر می شود. روز عید فرا رسید، مردان صبح به نماز عید می روند و زنان در خانه سفره عیدانه آماده می کنند. اگر شما در عید سعید فطر در شهر دوشنبه تاجیکستان قرار داشته باشد، می توانید در دل خواه خاندان را بزنید و آنجا داخل شوید. شما را صاحبان خاندان به سفره عیدانه خود دعوت می کنند و با خوراک های ملی تاجیکانه مهمانداری می کنند. این خانواده شکروف ها است. سعیده رحیمی، زن این خانواده، از منطقه شمالی کشور، شهری اسفره، به شهر دوشنبه عروس شده است. اصلا در شهر اسفره به خانه اونهایی که نزدیکان خود را از دست دادند، مردم به اونجا می روند. در دوشنبه از صبح علاقه با خنده کودکان با انامین کلمه اید مبارک اید آغاز می شود. غیر از منطقه های شمالی، در دیگر قسمت های تاجیکستان عید اینطور تجلیل می شود. همه نزدیکان به خانه های یک دیگر برای تبریکات می روند. دختران لباس های نو می خرند. کودکان از صبح وقت تا شام برای عیدی گرفتن می آیند. وابسته به شیوه برگزاری عید سعید فطر در جمهوری تاجیکستان، باید به این نقطه اشاره کنیم که تجلیل از عید سعید فطر به صفت یک جزء فرهنگ ملی در جمهوری تاجیکستان امروز پذیرفته شده است. در سفره عید اولویت به غذاهای ملی و دستپختهای تاجیکی داده می شود. خانواده فراهی دو سال است عید فطر را در تاجیکستان تجلیل می کنند. این خانواده پناهجوی افغان نیز سفره آراسته کردند. قبولی پلاو پخته کرده و با موسیقی و شادی تجلیل عید کردند. اینن اون همون چیزی که در افغانستان تجلیل می گرفتیم. اینجا منطقه او قدر دوستایی که در افغانستان زیاد داشتیم قدر نیست. باز هم شکر است. تاجیکان مثل فامیلای ما هستن، می آین می رن افغانا. چند تن از دوستان خانواده فراهی عید مبارکی آمدند. با هم صحبت ها آراستند و یاد از روزهای عید در افغانستان کردند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهری وحدت، تاجیکستان. برسانه به مقصدش جوانا را عمر در راه جان جور نصیب کنه. الله آمین. خوش آمده. عید خوش. در امریکا غک قدرمنو مینوالو در آشنا اختر خبرونه زنگری خبرونه دوام لری. دیر پزرپور مطالب لرو، خو تر اغا مخ که تاسو تا نن یو دیر مهم شخصیت چه در امریکا غک در افغانستان در چانگی یو در بنسرد ایخودون که چخه در
اغادر معرفي کوو مون سره په استودیو کې ناشته ده از ما په شمول د نورو ډیرو افغانو ژورنالیستانو چې په امریکا غږ کې کار کوي دا غوي د پاره دا لارخور ده د پښتو په ژبه کې او عام چرن په رسنیزو کارونو کې زیبا خادم را سره مل ده چې تاسو د ډیر وخت د غږ سره ډیر آشنا یاستئ زیبا جانې اختر مبارک په خیر راغلی ستاسو د اختر مبارک شي ستاسو د اختر مبارک شي زلمان تاسو خو ما ته ویلې تاسو دومره خې جمعي اغوسی چې ما مخه تاسو خو د اختر کړی و تاسو شما مثال مقبول معلوم بشین ما ته مخه دې کړی روزه او نماز شما قبول واقعا شما از جمله افتخارات بخش سرویس افغانستان هستین و در کل از افغانستان هستین دیره مننه که واقعا آواز شما و طور شما که اجرا کردین کارهایتان از گذشته تا به حال یک گلگوی خوب به بسیاری ها بودین تشکر ده ساسی او ده طول و اوریدن که ده مینوال و لطف و میره بنیدن او زن دیر خوشبخت گرمه چه ده پا خلکو که معلومی گی پولس که معلومی گی او اغوی ده خپل و همکاران اوی اما یا ده اغوی مثلا چه ده غگی اوری یا دومره وقتی دوی رادیو اوری تلویزیون اوری ده اغوی قدر که واقعا پدی بندی پویی گی نو زن دیر اغای احساس اومه دیر خوشبخت احساس اومه او پدی دیر زن خوشبخت احساس اومه چه پده غسی و جهانی رادیو که کار کومه او ده دیزی نه د خپل ملک په حالم خبرېږم او د نورو دنیا په حالم خبرېږم دا دومره وخت چې دومره کار کړی دی دلته نو دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې مهاجرت کوو مګر ما مهاجرت او مسافرت هیڅ وخت احساس کړی نه دی چې زه د وطن نه لرې یم ځکه چې په دغسې یو راډیو کې وو چې د دې ځینه هره ثانیه موږ خبرېدو چې په ملک څه حال دی او په دنیا کې څه حال دی او تر اوسه پورې دغه دی لګیا یو او خپله خواري کوو تر اوسه پورې زه فکر کوم چې دا دومره عمر ما په ټی وی کې نقل خبري کړې وي او نارغلې ومه خو چون دا اوس وظیفه ده رادیو تلویزیون اوس دواړه یو دي او اوس نو د انټرنیټ زمانه ده د فیسبوک زمانه ده او هر څه بدل دي نو هغه خبره ده چې دا کلش پروګرام ډیجیټل شو چې ویلې یا به راځي دلته به کار کوي او تاسو به کارې په سټلایت کې او یا به کار نه کوي مال نو دا خو سم کانل دي چې زه به خپل د مینه او د عشق او علاقه او د محبت چې زه د خپل شبي او کلچر او کلتور د مسلک سره لرم هغه به زه پریدم په دې خاطر چې زه د ښکارانه شم زرزله د ښکارا شم سر د سبا مال راځم زم پروګرام کیره تر سم دي مال چاته وایي هغه زه تایره وم کنه تاسو ولې زرزله نه یوازې زمونږ بلکې د خپل علاقه مندانو د خپل مینوالو مینه نور هم زیاته شو واقعا تاسو د بیار زای استه خوښ کوم زیبا جان تاسو خو ډیر وخت کیږي چې په امریکا کې جوان کوي د دفتر نه د باندې بله. تاسو اختر څه رقم مانځي څه کوي په اختر کې معمولا کده دې زی اختر درته وي مخه همیش کله کله د کورنۍ سره جمعه تل شو که څوک دوستان وي هغه مون کړی شي یا مونږ هغه کړو ورشو اما افغانستان خو ټول ته معلوم دی هغه قصه بس کوي هغه تکراری دی هغه خبره او دوه دستور ټول ته معلوم دی او اوس معلوم دی چې افغانستان کې څه حال دی او خلک بس څنګه اختر غون منځي و بین منځي که و بینن منځي او کایون منځي په کم ډول به وي دا خو معلومي کې اوس به دا غینم نو مخکې خو هم دغه رقم ده موږ چې راوړو په اول وختو کې زه په 1984 کې راغلم اکتوبر کې چې ډېر کلونه وشو هغه وخت کې نه دلته دومره ډېر افغانانو نه جمعتونه وو نه د افغانانو دوکانونه وو نه دومره کورنۍ وي فقط هم دغه برشتازانو وخت پیدا هم نشده بده تا دا وځي خبره ده ته زن دومره ډېر ځوان مونږ نیسه خو زنه پیغام سره ما برشتازان نگفتم ما خو خیره بازم ما برشتازان نگفتم او بریخنا جان او وځي خبره ده هغه نو ته ولې چوي هغه نو هغه وخت کې دومره ډېر هغه نو ډېر رفت آمد هم نه وو منتها هر چا که څوک پیژندل هم کنه په دل خو زما کورانه هم دغه رادیو هم کارانو هم دوی سره په رادیو کې کیناستو هم دلته به مختار منځلو ټول به ډوډۍ راوړه او یو بل ته مبارکي ورکړه لږه ډېر لوی اختر زما دغه مونږ مو دا وس تاسو نقش قدم مونږ هم تعقیب ډېر ښه کوي کنه هم دغه کار دا زما یو فامیل دی زما کورانه ده دلته خو یعنی اته ساته سه چې لاس ساته اوس خو لا چې زګور ما فکر کوم زما ټول هم کاران شاید اته لاس ساته کارو کې ځکه چې اوس ته په کور کې ناشې تا ته وې د کور کارو کا اوره دقیقه درته تلیفون راځي ظلم جریان دره نو ته غلط هسته
یار درد دل که دارین بگویید. خدا سی کیک و کلچه هم در کی بیاد درتن و زول مو گفتن که نخورین. نو زنه پیغام چه تاسه خوړلی دی کنه خوړلی ما ته خو چاساتمونو کو چی بخوره. نه نه از پر شما است برنامه ختم شوا یا د جریان برنامه میتونین بخورین هر رقم مایل دارین. په هر صورت دا به پریدو اخر ته و به خوره خو بس بده خپل د زړه خواله وګړه که څنګه چې بخنا جانې ویلې. چې مخکیم څنګه اختر کاوه ان اختر زمونږه دغه سی وو اما ډیر د مینه ډیر د اخلاص ډیر د محبت او ډیر د یو جذبې اختر بوو او د ته ټول خوشاله وو چې یو دو مسجد ته ودرته البته به خلک ورتل ډیر نو هغه وخت کې د ته ډیر خوشاله وو چې ګوري په امریکا کې په دغه سی حالت کې هم مسجدونه شته دی موږ ته شو ډیر بلدیت نو هغه وخت روس روس مونږه بلد شو چې په امریکا کې څومره ارزښتونه دي په ټولنه کې په امریکا کې خلک څومره ازادي لري په امریکا کې دغه خلک چې په دفترو کې کار کوي دوی څومره قدر او عزت او احترام دي څومره اصول مراعات کوي څومره پرنسپونه دي او خصوصا بیا په ژورنالیزم کې په دغه سیاسي ادارې کې چې موږ هغه وخت کار شروع کو یعنی دا زما د ژوند هغه بهترین وخت او بهترین تجربه و چې ما په دې سرویخ یا سبان دي دو سال وخت کلونو کې د دې کې ژوند کو دلته مکار کو دلته مزدکړه وکړه د خپل هغه کسانو نه چې د دفتر بیخ بنیاد یې خېده اساسي خېده تاسو مخکې ویل چې زه یو د بنیاد گزارانو نه یم مګر زه نه یم یو د بنیاد گزارانو نه د سیو چې دفتر خو نورو کسانو جوړ کو الله دې وبخي حبیب الله تګ سپ قدیر فهیم سپ نور سپ شپول سپ صدرالدین شپول سپ او ډېر دغه نور زمونږ مشرانو چې هغوی د دې دفتر تیګه کېښوده او وروسته وروسته بیا پکې مونږ را شامل شو یو څه وخت به تېر و چې زه بیا راغلمه زما نه مخکې سپوږمۍ جان الله دې وبخښي هغه راغلې وه او زه چې راغلمه بیا بعد هغې نه نو دلته دغه کسان وو او د پېښور نه زمونږ یو بل همکار بله هغه هم کار ودلته سلطان بهادر او ځینې نور کسانو چې هغوی به هم راتلل بس وقفه ای دول باندې بیا کار کوم جهانی سیبو هغه وخت هم دلته نو دغه ټول هم کارانو هم دا کورنۍ و هم دلته به موږ چې هر کار په دفتر کې هغه هم په مشوره او په سلا کېده ایره خو شما می فهمین صحبتاتونه ببخشین قطع کردم بسیاری را شما هم خوش ساختین هم خفه ساختین بگین چطور څنګه زمانی که شما خبرای عاجل می خواندین اگر کسایی که مایل دلش نبود خفه میشد اگر می بودک بازونه خوش میشدن کسایی که خفه ساختین بر ازونا چی پیام دارین ولاغه ته وز دا ویم چې تاسو مخه پکېږي خبر که بد وی او که خیر خبر ده او دا د امریکا په منشور کې لیکل دي چې خبر که خو وی که بد وی خو هغه باید وسوق لري هغه باید بالانس وی هغه باید یعنی یو خبریت ولري او دا هم پکې ویل شوی دي چې خیر ده رقابت خوشته د اجانسونو ترمنځ د رادیوګانو ترمنځ د تلویزیونونو ترمنځ خصوصا د نړیوالو رادیوګانو ترمنځ رقابت دی وی مګر کله دوه دقیقې درې دقیقې موږ نه وخت خبر ورکو هغه مرجح ګنو نسبت دی ته چې غلط وی یا بیلنس وی او یا صحیح نه وی زیبا جان خلکو ته افغانانو ته د اختر څه پیغام لري نواسار چی میخواین زمیا له گوشتایو بتین بګوین دا کوم نواسه یاده از خوده از خا اخوی خونو وزلت پام دی ملک زیګیدی وی دی پام دی ملک لوشی وی دی خا خبره بدا وی چې دی ملک د ارزښتونو نه استفاده وکي به شرط خدمت وکي نه دا چې د سوق دی وغه سوق دی او چې لوشی خپل به د خپل افغانیت او هویت په باره کې خپل مطالعه وکي خپل به قضاوت وکي او خپل به پوښي چې دی سوق دی اما زه باور لرم چې دی به ډیر وو ویړي چې دلته افغانان راغلي دي یا مثلا زین یا یما تاسی وطن دار آقای ترور دا زمانگا طول همکاران دا طول دا رادیو کورانی پا دی طول با دی ویاری چه منگا سکری دی نو پا دی خاطر زمانگا مسئولیت دیر درون دی خصوصا اس وقت که آقا هم دا امریکا غگ دا رادیو نه دا دی نریوال جهانی رادیو نه چه منگا باید آقا دا جورنالیزم اتکو ساتو او دا سی خبرونه وکړو لکه چې دا اوس مو کړی دي زستا خبره سید زنی به خپاوی مګر واقعیت خو بل شي وخت مونږ د واقعیتونو پر وړاندې کې باید خبرونه وکړو او تر اوسه مو کړی هم دي انتقاد منو شاید غلطی مو هم کړی وي سهو مو هم کړی وي دا خوشته چې غږیږي چې کار کوي غلطی وکړي چې سو کار نه کوي هغه سوخت غلطی نه کوي غلطی هغه سو کوي چې کار کوي
شما زنده باشین. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. واقعا ساعت‌ها بشینیم کم است که از شما بشنویم. شما کسایی هستین که ماها از شما یاد گرفتیم و ما افتخار همکاری بیشتر از 10 ساله با شما دارم. تشکر می‌کنم. ممنونتان. روزای عید خوش برتان می‌خوایم. بسیار زیاد تشکر. دیر خسته او د خوخی خوشاله ډک اختر مننه. دیر مننه. تاسو ټول کور ودان خوشاله اوسئ. بیا مختر مبارک. مننه تاسو. ساعت د مختر مبارک. مو زروجه قبول. آمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیرو گرانو وطنوالو زرت نزده وطندارانو دا کسنی اختر مبارکی تسچول توائم دا زرده کنی خوشحال وسی نیکمرغ وسی دایدی پا وطن کی ارامی راولی یو شای در توائم تستا چدا فکر ونکل که مر پایش اشرت کی ژوند تو او تاسو مو هیر یاست. قدم پر قدم ستاسو سره روان یو. ستاسو په درد دردیږو او ستاسو په خوشحالی خوشحاله کیږو. خوشحالی درته غواړو. هموطنان نازنین سلام. تحمیل ارسلان است و می خواهیم عید رمضان و همه بیننده های Voice of America تبریک بگویم. یک عید پر از خوشی، آرامی و صمیمیت برای همه شما آرزو می کنم. آهنگا و کارهای جدید ما را از طریق تلویزیون آشنا صدای آمریکا میتونید تماشا کنید. سلام بینندگان عزیز تلویزیون آشنا از صدای آمریکا. دوران اعتمادی هستم. خواستم از این طریق عید سعید فطر برای تک تک شما ناظرینان تبریک بگویم. روزه و نماز و عبادت های همه شما قبول باشد. عید مبارک. السلام علیکم گرامی هوادوالو، اختر ما مبارک شال. من روزی تاتون عبادتون مولا تعالی خپل دربار کې قبول کړ. هیله ده چې روغ جوړ سي، من به وسی او الله تعالی دې دغه اختر د افغانستان او د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر د خوشحالۍ اختر کړي. او زما پیغام ده تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو هوادوالو ته چې لطفا په خپل اولادونو باندې تعلیم او تحصیل وکړي، بل خصوص په خویندو او میندو باندې. تعلیم او تحصیل یوازینۍ لاره ده چې زموږ ستاسو هیواد به د دغه بدبختۍ نه ژغوري. نو تعلیم ډیر مهم دی، هغه که په هر رقم حالاتو کې وي باید تعلیم په خپلو اولادونو باندې وکړو. نو تاسو ته خوشحاله او ښایسته اختر غواړم. تل دې وي، ژوندی دې وي زموږ ستاسو ګران افغانستان. اروپا که هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر چې افغانان پکې ټولنې لري، اختر د بیلابیلو اسلامي او افغاني دودونو سره لمانځل کیږي. راځئ چې وګورو. دا کله چې دی کوچی افغاني کلی دی، کول بخمل ورته وای چې قیمتونه هم د اروپا کې ډېر لوړ دي او فروش ډېر لري چې په ډېر اسانۍ سره نه پیدا کیږي. نو هغه د خاطر او دا ډېر زیات ټولې وژنو راځي. ټول د کابل د افغانستان د مختلف ولایتونو څخه راغونډېږي او بیا موږ دلته انتقالو جرمني ته. په ګڼو وطني رنګونو، افغاني ګردو لمنو او ګاڼو سنباله د هټۍ د افغانستان په کوم ګوټ کې نه، بلکې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یو کډوال افغان ځوان د هڅو پایله او له افغاني کلتور سره د وطنۍ مینې ثمره ده. د بابولالی په نامه دا په جرمني کې د افغانانو یو له محدودو ځایونو دی چې د افغانانو لپاره افغاني جامې او نور افغاني توکي لري. تقریبا د یو کال د وړاندې ما آنلاین خرڅول دا افغاني توکي، افغاني کالي، هندي. نو تقریبا د څلور میاشتې کېږي چې په فرانکفورت کې موزل خپل دوکان خلاص کړی دی د یو بل پارټنر سره. نو د سې ساعت الحمدلله کار ډېر ښه روان دی او د هندوستان او د کوزي پښتونخوا څخه او د افغانستان څخه مختلف افغاني او هندي کالي انتقال دلته راوړو خرڅولو لپاره. ساحل وای کاڅم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان څخه د توکو راوړل او په جرمني کې داسې کاروبار کول سخت وي، خو د خلکو راتګ او په پراخه کچه د افغاني توکو اخیستلې هڅوي چې دا کار لا وغځوي. زیاتره خلک په دې خوشحاله دي چې خپله راشي، په خپله سترګې وګوري دلته او همدلته نږدې څخه وګوري.
او ما زتر لدل تراغلی دي زمون څخه پختنه کړی چې مون خالی وډا کړی وو یا د کوزي پختونخوا څخه د افغانستان څخه ما متاسفانه یا زمون سایز جوړ نه دی یا زمون پخ نه دی پاکستان یو رقم کاری او چر اسغه بل کمی نو بدل طرحه ترازی هم تنیز څخه ګوري خوشاله یم. ساحل دا چاره د خپل سوداګرۍ د ودی ترڅنګ د بهرمیشتو افغانانو خدمت کړي. نو موړې وای دا یو څه دي چې د خپل افغانانو لپاره هم خدمت هم ده او ځکه چې هغه دل ترازی نو دا احساس کې لکه خپل وطن کې چې وی ډیر زیات خوشاله کیږي ځکه چې ټول افغانان تو کې دلته ګوري خپل افغانان ګوري په خپل ژبه باندې خبرې کوي نو ډیر زیات خوشاله کیږي. دلته داسې کورنۍ هم شته چې د جرمنی له لری ځایونو او د اروپا له نورو هیوادونو هم دې هټۍ ته د توکو پیرلو په خاطر راغلي دي. لباس های افغانی رو که میپوشیم حس غربت نمیکنیم، انگار فکر میکنیم در خود افغانستان را میریم. اینا ایج هم که میم در خودستان در این شاپ که میم انگار فکر میکنیم که ما مثلا در خیرخانه هستیم یا در تیمن هستیم در چیز هستیم در کابل هستیم. اولادای شما علاقمندی داره که لباس افغانی بپوشن؟ اینا به خاطر خودشان چیز کرده بود که برای ما افغانی بگیم. دلته پراغلو پیریدونکو کې یو شمیر لکه د ساحل په چیر د دا ډول کاروبارونو جوړول د افغاني کلتور د خپراوي او ل خپل وطن سره د افغانانو د نږدې پات کېدو یو ښه هڅه کړي. ډیر ښه اقدام ده، ولې موږ یو ډیر ښه نه جوړاندې کوو خارجانو ته. ډیر زموږ کلتور وړاندې کېږي، ګوري خلک خوښۍ واقعا په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ کله ګورو خارجان ګورو بیا موږ چې په اختر کې کوم لباسونه اچو ځو همکاران هم ویني نور هم ویني وایي چې یار موږ هم غواړو دا چیرته دي. متاسفانه مخکې نه ول دومره، اوس ماشاءالله زیات شوي دي، افغانانو ښه ښه اقدامونه کړي دي او انشاءالله په آینده کې له دې هم زیات شي خوشحالي ورته. په جرمنی کې چې ګڼ شمیر افغانان میشت دي او په تیر یو نیم کال کې هم له افغانستانه ډیر شمیر کورنۍ اروپا او جرمنی ته کډوالي شوي، ډیری وخت په افغاني توکو او هټیو پسې تر لری ځایونو ځي چې په خبره ادای د مهاجرت د ستړیا او پردیتوب احساس کموي. هلې اسد د امریکا غږ جرمنی. د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو، کله چې خبره د اختر شي نو د کیک او کلچون او وروسته د افغانستان دودیزې کالي مو هم په زړه راوریږي. نن لنی کمرغه دلته را سره د کالیو یوه تکړه فیشن ډیزاینر مینا جان نوری را سره په استودیو کې ده. مینا جان، هر کله راشه ستړی مشه، په خیر راغلی، اختر دې مبارک شه. تشکر بسیار زیاد. سلام اول خدمت شما و بیننده عزیز. بسیار زیاد خوشحال هستم که من از یکی از خانمای افغان اینجا حضور دارم و نمایندگی از کلتور و فرهنگ افغانستان صحبت دارم برای شما. بسیار زیاد خوشحال شدم ایده بر همگی دوستا، بر تمام افغانا و تمام مسلمان ها تبریک میگم. انشالله رمضان خوب و خوش سپری کرده باشن. بسیار خوشحال هستم که اینجا حضور دارم. بسیار عالی، تشکر. چون شما فیشن دیزاینر هستین، نظر شما مدار اعتبار است؟ لباس های ما خوب است یا برشنا جان؟ خب از هر کسی را در تایپ خودش لباس هایش مقبول تر است. سمیر جان ما سر سیالی ده اوز باری چه پسکوت و رسیگی خیلی مشکل نداره. از چی که خانم ها ببوشن رخت زیب هستن، لباس ها برشن بیشتر نمود میتن. با ما به نمایندگی از خانم ها همیشه صحبت میکنم. خب اینال دیگه اینجا شما معلوم بشه که طرف داری شما ماشالله لباس هایتان زیباست، اما ماشالله اینا میدرخشن خصوصا با این لباس افغانی مقبول. دوستای عزیز من خوانده بازی نمیره میگه اینجا یک نفر گیر کردن در این باین نه رازی چی امکان واخلو تا چمرا تکی پیجن تکی ده تکو نم ما تا واخلا چو پیجنی غیر بخمل نه ما خواهش میکنم ما کدام تکه فروش نیستم. نه 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 فیشن فیشن بنده خوب پیگی کنه مینا جان رازه چې دا امتحان واخلو چې څومره په فیشن باندې خبر دی چې دا وایي موضوع بسیار مهم است که ما در فیشن دیزاینر اینا فهمیدم که مردا هیچ درنگ نمیفهمن. دا مردا از ازرا خوب بیان ده که ما خوش نه دی چې دا خبرت نه اورم بیشتر از مردا نمیفهمن تفاوت رنگا را و بسیار برای ما جالب تمام میشه که آبی را سبز میگن و سبز آبی میگن. برای ما بسیار زیاد جالب. شما حتما که کسای در کار داشتین که اونا رنگا را نمیشناختن از ما پرسان کنیم یار رنگ بگین مشناسم، هیچ تشویش نکنین. اما به هر صورت شوخی میکنم،
امیدوار هستم که عید و خوشی سفری کرده باشین و شما چون از جمله کسایی هستین که در کارتان واقعا موفق هستین، تجارت خود دارین، از خورترکی شروع کردین. میشه که در مورد از این قصه کردین چطور شد، از کجا شروع شد، یا ایده‌ای که شما مثلا فیشن دیزاینر باشین، لباس مثلا آماده بکنین و پس دوباره تجارت شده داشته باشین، چگونه آغاز شده؟ خب ما بسیار زیاد دوست داشتم که سر پای خود باشم و همیشه یک نام و کسب و کمایی از نام خود داشته باشم. همیشه در تلاش از این بودم که من شخص باشم که با خانمای دیگه که در خانه هستن و توان کار از بیرون از خانه را ندارن، خصوصا در محیط افغانستان، اونا صاحب کسب و کار و آیده باشن. و ما تقریبا سال 2019 بود که بزنس آنلاین خود شروع کردم. وقت ما خودم فیشن دیزاینر نبودم، کار خودم نمی کردم، اما همیشه واردات ماست کشورهای مختلف بسیار کوالیتی های بسیار خوب وارد می کردیم، چرا که ما متوجه شده بودم که ما یک چیز مدرن در افغانستان نداشتیم که هم از لحاظ استایل مدرن باشه و هم از لحاظ کوالیتی و هم موارد مد نظر گرفته شده باشه. سو ما بسیار زیاد در سن بسیار خرد، هنوز فارغ از مکتب نشده بودم که بزنس کاروبار ما شروع کردم و زیاد دوست داشتم که کار ما بزرگتر شد و بالاخره ما یک مغازه بسیار بزرگ در افغانستان افتتاح کردیم که اولین بار مخصوص خانما یک مغازه داخل افغانستان افتتاح شد که فقط خانما اجازه ورود داشتن و آقایان میتونستن با فامیلایشان با خانمایشان بیاین داخل مغازه ما خریداری کنن و بسیار ما خوشحال هستم که بسیار حمایت شد، تشویق شد، چون خانم ها همیشه راحت نبودن احساس راحتی مثلا به خاطر که لباس خریداری کنن، باید ترای کنن ببینن که لباس برشان فیت هست نیست، بسیار مشکلات داشتن و ما بسیار خوشحال هستم که این کار کردیم. و بعد در آخر ما برای ساخت یک کارخانه بسیار کلان در افغانستان شروع کردیم که تقریبا 150 خانومی بودن که اعضای فامیل سربازای شهید ما و فامیلایی بودن که بی‌بضاعت بودن. ما اینا را اول شروع کردیم به کارآموزی که اینا چطور میتونن کارشان را شروع کنن و بدبختانه که ما کار ما تازه شروع شده بود که حکومت تبدیل شد و ما متاسفانه کارهای ما زیادش متوقف شد و فعلا دوباره یگانه خواست ما چرا ما بزنس خود اینجا لباس و کلتور ما را انتخاب کردیم. بسیار عالی. زیمارات مقبول هم پوشیدین، نمارد از این یادوار شدین و کدام کار از نگاه تجارت هم روی جریان داره نداره چگونه است؟ بله، ما واقعیت زیورات و تمام لباس های افغانی را می خواهیم به شکل مدرن بیارم وارد بازار بسازم و این واقعا نتیجه داده. بسیار زیاد مشتری های ما خارج از افغان های ما هستند که اونا را ما می خواهیم ترویج بدیم، ما هم کلتور خود داشته باشیم، لباس های خود داخل مارکت و بازار داشته باشیم. چرا باید از فرهنگ ما، از جولری ما، از لباس ما دیگه کشورها، دیگه کمپانی ها، برند ها یوز کنن، استفاده کنن خودشان و هیچ کردیت به نام افغانستان ثبت نشه؟ و این بسیار جای درد است که برند های بسیار کلان از استایل ما، از جولری های ما استفاده میکنن و به نام افغانستان هیچ کردیت دادن نمیشه و اونا به نام ایتالیایی و جولری کشورهای بسیار مختلف دیگر میارن برای مردم اسم میگیرن. مثل که تقریبا چند ماه پیش بود یکی از برندهای بسیار مشهور داخل شد. ظالما رو نمانند. کارای خود دیدم با اونجا و پرسان کردم، عجل داخل شدم، گفتم اینا شما به فروش موندین، قیمتش چند است و از کدام کشور است؟ اینا شروع کردن گفتن ایتالیایی است و ایناست و در حالی که در داخل کران اشته بود. که میدن افغانستان. رسمی تاسو دا کار شروع کرده چه در افغانستان وسایل که جولری دی که نور فیشن شایندی تاسو در افغانستان پنوم را وگرزوی؟ بله ها. و ما اینجا داخل امریکا برند خود به رسمی ثبت ساختیم، اینجا آفیس ما هست و مکمل مشتری ما میتونن که بیاین لباس های خود بپوشن، انتخاب کنن، بگیرن و ما دیزاین کنیم به خاطر محافلشان پروگرام های رسمی و همچنان پروگرام هایی که اونا می داشته باشن غیر رسمی، میخواین در محیط عام بپوشن لباس های افغانی در هر جا بتونن. ما نمیخوایم که افغانستان
چند لباساش قسمی معرفی شوه که یک شخص وقتی بگه لباس افغانی به این فکر شوه که امو ما خارسی نمیرم که لباس افغانی بپوشم و این کلتور ما باید ترویج شوه که ما بسیار چیزای مقبول دیگه هم داریم در هر گونه مراسم باشیم لیکن که ما دلتا پسیت بانده افغانی کالی آغوستی ضرور نده چه ده سرای وادونو که واقعی ما مثلا لباسای بسیار میخواییم که سمپل خاص داشته باشیم که مردم در هر جای بپوشن بسیار ما جولری های مقبول داریم و ما افغانا هر چیز داریم و باید ما ترویج بدیم و بسیار خوش میشم که تمام خانمایی که من تشویقشان میکنم که کارشان داشته باشن سر پای خودشان باشن فرق نمیکنه بزنسشان چی باشه باید ساختشان سر پای از کدام طریق میتونن که کسایی که علاقه مند هستن این لباسای را که شما تهیه میکنین اونا خریداری بکنن آنلاین از کدام مغازه دارین یا به شکل برند څنګه تاسو کوم برندم جوړ کړی دی د افغانستان په نوم د خپلو کالایو ته کنه بله ما مغازه ما در افغانستان است و فعلا در امریکا وبسایت کاری ما هست اینستاگرام به نام مینا ترند فشن مکمل امی لباسای ما به اسم مینا به فروش میرسه و بیشتر افغانای ما میتونن که حضوری و یا آنلاین آردر بتن سفارش بتن لباسا رو به دست بیارن نور دسه مهم فیشن دیزاینر ډیر مشهور ده نړۍ په سطح مشهور فیشن دیزاینر تاسو سره تماس نیولای دی چې تاسو سره همکاری وکړي په دې کار کې کنه واقعیتش ما در محیط افغانستان سپورت همدیگر نداریم و ما نمیتونیم که زیادتر اشخاصی که بزنس دارن یا ما داریم یا با همدیگر در ارتباط باشیم سپورت کنیم همدیگر را به می خاطر ما بسیار از خانم‌ها را وقتی که بر ما پیام میمانن با. که ما کار شروع کردیم ما را سپورت کنیم ما بدون هیچ کدام درخواست اینا را پروموت میکنم سپورت میکنم چرا که ما خودم جرات نکردیم به در کسی برم که بر ما کمک کنین و ما خودم همیشه رد شنیدیم مثلا و این کار خودم دوست ندارم که برای خانمای دیگه انجام بتم و هر چیزی را من حیث یک تجربه خرد کوچک که دارم از خود امرای مردم تقسیم میکنم که ما چطور کارم شروع کردم از چی سرمایه کم ما کار شروع کردیم ما چگونه ما را پیشرفت دادیم اگرچه من بسیار زیاد در بین بزنس و تجارت بسیار یک کوچک هستم من بسیار کار ما بزرگ نیست اما ما بر افغانا و بر خانمای افغان کار میکنم و حمایت اونا را همیشه انتظار دارم گلگوی بسیار خوب هستین ممنون شما در مورد چپن زیبا بگین که ساخت خود شماست و مربوط کجای افغانستان میشه تکیش چی رقم است و تکار برشناجان میشناسه میشه بگه این بنارس است کتان است چی است برشناجان قن لباسای ما مکمل کار دست است از سال 1990 و لباس جدید نیست لباس هست که ما خود ما جمع آوری میکنیم از مردم اصیل و قدیم افغانستان ما لباس های را جمع آوری میکنیم جولری و تمام چیزایی را که داریم دوباره اینا بازسازی میشن مشکلاتی که دیش هست از لحاظ شستن و دوباره ساختنش با بازار وارد کردنش یک مدت زمان را میگیره که ما جمع‌آوری اجناس را کنیم که بسیار خراب نشده باشن و بسیار لباسایی را ما انتخاب میکنیم که وقتی که ما میپوشیم اما فرهنگ و کلتور افغانستان در نمایان باشه در او و این لباس ما چپن بلوچی است که از مردم بلوچ و ازبک و ترکمن ما بیشتر از چپن ها میپوشن ما بسیار خوشحال هستم وست خود با افغانستان که تاسو تک را تک نشته وزی خبره ده تاسو دغه مواد چنگ را طوله وی دلتا چه زای لره چه جوری کهی ده خپل توتای مثلا ده کم زین را اخلی یا دغه انتیک چپن چه تاسو را خیسته ده نور مواد چه رقم را طوله وی خوشبختانه که ما همگی مواد ما را از افغانستان وارد میکنیم و به می خاطر من این کار پیش میبرم که یک منبع عاید برای داخل افغان خانمای افغانه که متاسفانه از درس وظیفه همه چیز پسمان هستند داخل خانه هایشان هستند و کارخانه ما فعالیت دارن هر خانم میره که تقاضای کار کردن ما برشان ایجاد کردیم کار بدون هیچ کدام سرمایه برشان سرمایه دادیم کار کنن و بر ما مواد آماده کنن تا که از زحمت خود بتانن که یک لقمنان روی سفره خود ببرن و ما خوشبختانه خوش هستم که ما لباس های افغانی را تمام موارد از افغانستان مستقیم به اینجا ما شیپ میکنیم و مدت یک هفته یا 3 الی 4 روز بر ما میرسن متاسفانه کمی مشکلاتی که در قسمت شیپینگ فعلا ایجاد کردن بعض اوقات بر ما رخ میتن لباس های ما را
قید میکنن که شما میخواین موادای افغانستان برای خارج از افغانستان انتقال بتین، اما ما بسیار تلاش خود انجام میتیم که به صورت بسیار خوب و به دست مشتریای ما برسن، چرا که ما بسیار دوست دارم که در کار خود همیشه آن تایم و کار ما باشه و ما بسیار جگرخون میشیم بعض اوقات که برای ما مشکلات را اینا ایجاد میکنن و ما سر وقت اجناس ما برای ما نمیرسن. زنده و سلامت، ممنون از حضورتان در برنامه، بسیار خوشحال شدیم. تشکر. شما یک مثال خوب بر دختر خانمای دیگه هستن که اگر علاقه دارن که در دنیای مد و فشن بیاین، از خود تجارت داشته باشن، از شما اونا میتونن که بیاموزن و مجرد بکنن بیاین. در کارهایتان، در تجارتتان موفقیت بیشتر میخوایم. روزا ایدام بسیار با خوبی و خوشی با خانوادهتان سپری بکنین. یک جان تشکر از اینکه در برنامه بودید. تشکر بسیار زیاد، خوشحال هستم از حمایتی که شما از خانمای افغان و از کلتور افغانستان انجام دادین. تشکر بسیار زیاد. ما بسیار دیگه طرفداری برشنا جان کردین. خیره باز ما شما مشکل نیست، شما تعریف طرفدارایتان دارین. اینمین زیاد نشر کنین دوستای عزیز، امین پس دوباره نشر بکنین. تشکر ممنون، تشکر، زنده باشید. خوشحال شدم دیر من، تشکر، ان شاء الله ایده خوب و خوش. بیاین که با کشور همسایه افغانستان پاکستان بریم و ببینیم که در اونجا چی گپ است. بالکل، کوټه او پېښور د افغانانو دویم کور بلل کېږي او له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان هلته دېره شوي تګ راتګ کوي. نو راځئ چې وګورو چې دوی په دغه مسافرۍ کې چې که څه هم دویم کور یې بلل کېږي اختر څنګه لمانځي؟ د اختر په ورځ یې بس اودسونه وکړو، جامې واغوندو، پاکې ماجتو ته لاړو، جامې ماجتو ته د اختر لمونځ وکړو، مبارکي سره وکړو، بیا نو راځو هم بیا نو پس لکه چې چای مې خپل کور وکي وخرو، بیا نو د امید خبره بیا یو په بل خپل خپلوالو ته سره وردو مبارکي کوو. اختر خدا اختر دې چې دا اختر ورته چې د جمعې د اختر مننځ وکړو، مره راځو خپل کور ته راځو، که څو چا خپل درلود یا خپل کور ته جوړ راځي. نور خو د افغانستان اختر خو نشته چې د افغانستان اختر به یې چې هلته به موږ دا به دې کور ته ډله ورتله، ها به دې کور ته ډله ورتله. والله بس د اختر ورځ خو دغه سی چې د الوکان الوکان چې دي دا وزي، بس چا سره موټرسایکل دي، چا سره ګاډي، نو وزي بس په دا موټرسایکل او په دا ګاډو کې روان دي، چیرته وزي پارک ته ولاړ سي یا بل ځای دسې میلې میلې ته ولاړ سي، بس الوکان دي خپل ټیم پاسې کوي، خپل اختر سره لمانځي. به دا رقم یاره ډېر ښه لمانځو اختر. اختر په افغانستان کې به موږ داسې کول چې کله به د ماجد څخه را ووتلو یا به د یو میمن غټه میمن خانه وه، دغه یو مشر ارباب یا ملک دغسې میمن خانه به، نو هغه کې به موږ بیا دا ډوډۍ وکړې، نو ټولې ډوډۍ به مو چې وکړې هلته به مو ډوډۍ وخوړل، په همغه ځای کې به د اختر مبارکۍ سره له وکړې، بیا به یو د بله کور ته سره له ورتلو. دلته خو دغه ځوانان ځي په چکر باندې وځي، دغسې دغه اسلام آباد خوا ته ځي او اسپینډرې چې دي، بیا نو دغلته یو د بل د مریض پښتنې ته، د یو کمزوري پښتنې ته، یا یو ډیر یو غریب وي دغه پښتنې ته چې ورنشي، نو هغه ګیلمن وي. نو اختر په دغه رقم لمانځو موږ. مو دوی د تیر کې د مینې د سیوم یا مو اصلا اینجا اید ندارم، هیچ اید ندارم. مو این طفلای مسته یکی کلانتر استه، مو اصلا اید ندارم، اید سیوم هسته که آمده. روزای دشکانه میکنیم، پاکاری میکنیم، روی دور بر خیمه خود، بین خیمه را ای طرف طرف اولادای خودش تشوی میکنیم، کالاخش تشوی میکنیم، دیگه کاری نداریم. بینندگان عزیز تلویزیون آشنا صدای امریکا، بازم خوش آمدید. امیدوارستم که تا عید ما را همراهی کرده باشید و یک بار دیگر عید بر کسایی که همین لحظه با ما پیوستن تبریک میگم. روزه و نماز همتان قبول گردد. اختر مو مبارک شه یو ځل بیا ټول دوستانو ته. د اختر د دودونو نه یو خام ټوکې ټکالی دي چې په افغانستان کې به په دې ورځ باندې د لا زیاتو خوشحالۍ دپاره به په تلویزیونونو کې تمثیلي پارچې ښکاره کېدلې او لوبېدلې. نو اوس په دې برخه کې یو ډیر تکړه ممثل چې ستاسو یادونه پخوانی یادونه به هم تازه کړي، مرتضی بایقرا صاحب موږ سره په استودیو کې تشریف لري. بایقرا صاحب سلامونه، ستړي مشئ، اختر مبارک. تشکر خوره کې، ستاسو اختر مبارک شه. تاسو هم د اختر تبریک وایم
وتسلح هذا طوله يخبر الوطن والو تشير شيء وسيجي. شما زنده باشین، عید شما هم مبارک باشه و بسیار خوشحال هستم شما را بازم از نزدیک میبینم. شما خب واقعا از سرمایه‌های هنر افغانستان هستین، خدا عمر شما را دراز داشته باشه. نواسا و کسایی که اعضای خانواده از شما خورتر هستن، نگانیدی خدا دین با اخلاص گنه چالاکی در باندې وکړله، ایدی در یاد کړله، زانه در یاد کړه چې تبه دیتا ما زیدی یاد کړم میشه گفتم که نوبت ما هم برسه ایدی بگیریم از شما. شما دم لاین باشین صاحب یا لاین سر دراز است؟ نه شما آسان اوه وی صدایتون نمی آید. مگه ممی که شما همیشه همواره مردمتان خوش نگاه داشتین، با اجرای بسیار خوب لبخند بر لبانشان آوردین، اونمو بزرگترین ایدی است که همواره شما دادین. ترسویز جان که واقعا وقتایی که بود خوب وقتا بود که ما هم با مردم خوب بودیم، مردم هم با ما بودن و ما هم داشتیم مردم ما بودن و در خدمتشان بودیم. واقعا مردم ما قدردان هستند، هنرمندای خود قدرش میدانند تا حد امکانش است و قدردان هستم میکنم کار خود دیگه. ما ازشان خوش هستیم و خوب خاطره ها بود یک وقتی. واقعا یک دوره بسیار خوب بود. طبعا صاحب، بله اون وقتی بود که همه کس، یعنی وقتی که شام به خانه خود میرفتن، هر کسی که بود، اگر کارگر بود، اگر صاحب منصب بود، مامور بود، دکاندار، هر کسی که بود، وقتی که به خانه خود میره پیش که باشیم در تلویزیون یک چیز ما میبینیم و وقتی که همون را میدن شب و فکر آرام خواه میکردن، نه خدر تشویش بود، نه خبر توقع و تقاضا بود. سب زندگی بسیار ساده خوب، ولی یک اخلاص وجود داشت. زیبایی در سادگی است، واقعا زیبایی در سادگی است. به فرس ابتدی چه تاست گورم بیشی ما تا اغا جوان تر طول و اغا در خوشحاله وقت را یاد دیگی رازی پتشی که دی ولی دسته دی ولی چه مونگ تاسو تا گورو یا تاسو پا سطح بانده نور پا خوانی و نرمندان چه راتلل تمثیلی پارچه با اجرا کولی آقا دا پار مونگ یا بیخی جلا احساس لرو. ایتون سب که من اصلا سر بسیار گپایش فکر نمی کنم سب، نمی خواهم بیغم باش اصلا چی هم شرط تانا خراب نمی کنه. امو یک بسیار بخشین چی نشه، یک آهنگ فیلم هندی است از فیلم همدونو. سو شده باشم بگم می زندگی که ساعت نگاه تا چلا گیا، هر فکر کود وی مورا تا هر چیزی که آمده گفتیم بوری که رفت رفت دیگه سرش فکر نمی کنیم. ما هم حالی سب میگیم گذشته خو گذشت، سرش هر چی فکر کنی نمیشه، امروز فکر کنی امروز چی میکنی. با او خاطر یک کما که دختر او رازیم چنگ تیریگی چه کوای دختر پا او رازو که دلتا خوصیب اون ماجر خالی که سکه و سیبا کور که نشدم کچنیان و سر سیب دلتا و دلمسیان و سر یا خبری ما بری که اوسیب باشی خونه ستادیس چه خواست نکوی چیر تنه زید دوستان و کرخ پلوان اچه تا گم راتا کشتا دیستیم دیست خونه یا خمانگا های در یوازی خونه هم دقیم شکر دی چه در خط خورت پلوان شتا چه سره لار شد خود دیر سیب دیر سمی جان خوکی کلچه تا خوشحالی نه خود دیستیم پنون که ما حجیری خود دلتا شکر افغانان دیر دیستیم ماشاءالله دور دیشیم رفت آمد وجود داره. بله بله شما در مورد پیشتر رضی یاد کردین که یک آدم هستین که زیاد تشویش نمیکنین، اما تو به خیال میخواین زندگی بکنین، اما تا جایی که ما شنیدیم معمولا کسایی که مثلا کمدین هستن اونا میگن از داخل اونقدر خوش نمی باشن، از داخل بعضی وقتا افسردگی می داشته باشن. یا این چقدر شما رد میکنین تایید میکنین آیا واقعیت داره نداره؟ چون میگه افرادی که دیگرا رو میخندانن خودش باز چندان خوش نیست. اینا نصیب خوشی و خفگی چند جهت داره سر نظر به خواهش ها، نظر به تقاضا، نظر به بعضی حرفای دیگه که عرض کردم براتون. هر انسان یک مشکل خود داره، میگن هر موسی یک فرعون داره سه. بله دیگه مشکل هنرمندا بسیار زیادتر است، اما ما بازم میگیم دینمی مشکل به اصطلاح خل شدیم، خمیر شدیم سه. بله مثل که اصلا چی میگن حاصل کردیم، اون تو معافیت حاصل کردیم سه. بله زیگه پا مونگ استاسونه دیر خاطره لرو و چاسو ده خپل کار و همکارانو نه ده پخوا وقت کابل نه چه خاطره لره؟ یه وقت خاطره که ماتره ویست فلا سیب خاطره خوب مونگ جوان که دیر دی سیب دستی پا شعبه کی سیب پا کار کی پا ویده کی یکی از خاطره ها سیب امیز که یک روز ده شعبه هنری ده گشته بودیم سیب یک برنامه این تو برنامه ایدی بود خدا بخش سایر جان اعظم بود جسور صاحب خدا بخش اینا بودن مشعر صاحب همین ده نمایشنامه کاست میشد مثل که حال میگن تو در فلان نقشه تو در فلان نقشه تو در فلان نقشه هستی دیگه سایر جان اعظم صاحب کاست کردن به نقش خانم ما و مرا به نقش شوهر کاست کردن همین جسور صاحب خدا بخش الهی داره
روزونه کرد که جسور جان گفت چه میسایره جان گفت یک روزی ما گشته گفت چرا؟ گفت یک روز نگفت این نقش تو خانه هم یه بچه ناسته غیر خانم هدف خانم با اقراق خانم با برادر یک کم اخترم هم فکر باشه دیگه سی به خاطرهای بود که در بین اون ارماندا بود سی اید از دیگه آدم خاطرهای تنخه گفته نمیشه راست میگه نیمان خوشی رو بگیم و تشکر فقط میخوایم از شما باز هم پرسان بکنم که شما چون یک دوره را گذشتاندین که همه یک خاطرات خوشی را دارن این جوان های تازه که کمدی میکنن، طنز میسازن نظرتان در مورد از اینا چی هست؟ دوست دارین کارهای کسی از اینا را تعقیب میکنین نمیکنین در شبکه های مختلفی که ظاهر میشن انتقاد میکنن و یا به شکلی که اونا اجرا میکنن شما طرفدارش هستین؟ اینطور هست سمیز جان که کمدی بسیار یک رول مهم است چرا؟ کسا آزرد ساختن بسیار وقت کم می خواهد اما خوش ساختن بسیار مشکل است و هم افغانا را او هم کمدی که صحیح کمدی خودش در زندگی هر انسان رول داره اما کسی که کمدی کار میکنه باید کمدیش به مفهوم نباشه یک پیام داشته باشه یک پیامش برای بیننده خود که ما اینمه هدف ما اینمه حرف است که تو را میگم و هنر خودش بسیار بخشن پرگویی نشه اما طور که میگن هنر موسیقی یک بحر است وقتی که هنر موسیقی جزء هنرهای دیگه میشه پس خود هنر خیلی چیز یک بحر اعظم است اینا در این بحر اعظم انسان خود نیا کردن یا خود عیار کردن مثلا آسان گپ نیست و هنرمند اونموست که هدف خود باید تخیب بکنه بخاطر که بر مردم خود یعنی میگن که هنر خودش یک مکتب است در جامعه سیس نه اینا در واقعیت اگر فکر این دنیا خودش یک استیج است دنیا خودش یک استیج است هر کس نقش خود بازی میکنه یک نقش است که در ذهن انسان ها میمونه یک نقش است که میره ذهن انسان ها انسان خوب اونموست که چه در زندگی خود چه در تمثیل خود چه در دوستی خود در هر چیز خود واقعا از دل باید اون کارو بکنه که یک چیز یادگار بانه چیزی باشه شما فرمودید شدن آسان است هنرمند ماندن بسیار مشکل است یکان تا از اینا را که دیدین با اخلاص صاحب یکان گشتایی بتین نه من قدرم اوچی نیستیم که خود اخصر انتقاد بکنم مگم بسیار با شکل که شما تشریح کردین امیدوار استم که عزیزا و دوستایی که در این بخش فعال هستن من خوشوخی میکنم بعض وقت اونا این نکات در نظر بگیرن چون شما از یک تجربه بسیار بزرگ صحبت میکنم خواهش میکنم اینها چون هر چیز یک وقت کار دارست همین جان اینطور که شما پیشتر عرض کردم برتان که شما هم جوان هستین انشالله یک وقت ما ناخود بودیم اما حرفا را شما خود گفتیم که ما یک وقت منطقه اونا هم وقت برن اینا یک نو ایتا نمیگیم بیادر دفتا اینا یک چیز شوان که همه کار را شوان نه هر چیز آستاستا میشه آستاستا برای نام انشالله روز میرسه که اینمی جوان های کال نو شروع کردن خب ما داشتیم خب در هنرمندا داشتیم خب دایرکترها داشتیم خب سناریو نویس ها داشتیم حالی هم داریم سیم اما بدبختی در کجاست که بازار هنر ریزده بودیه شرایط برای هنرمند نیست مشکل دی نیست دوکانی که خریدار نداشت چی میشه؟ بسته میشه دیگه بس ممنون شما بسیار زیاد تشکر قربانتان یک جان بر ما بازم جای افتخار است که شما را در برنامه داشتیم چون برنامه ما بسیار کوتاه است میخواییم بیشتر عزیزا را وقت بدین اما شما با می وقت کوتاه طور صحبت کردین که مطمئن استم یک عالم از آموختهای شما ما مستفید شدیم من خوش هستم که امروز با شما با یونت شما آشنا شدم و در برنامه شما سهم گرفتم و از طریق برنامه شما بر هموطنان عزیز خود با این کامرا بگین که بشنون بر هموطنان عزیز خود که در جای هستن در اسم و رسم و در حالی که هستن الهی صحتمند باشن زندگی خوش نصیبشان باشه دور از گزند روزگار زندگی بکنن خصوصا هنرمنده هم مثل اخوی خود که در هر جا هستن براشان اید تبریک میگم و اونایی که رفتن خدا اونا را ببخشه اونهایی که هستن خدا حفظشان بکنه اید بر کل تبریک و بر شما هم بر خودمان شد کاملا بله و کسایی که اونا بیننده هستن دیدن از حال اول شما با خبر شدن کسایی که خاطره دارن از شما از کارهایتان اونا خو 100% خوشحال شدن ممنون شما مردم خود دوست داریم به شمول شما ما هم شما را دوست داریم مونگ هم دستیز مونگ افتخار دوست هم مبارک شسی ممنون شما بسیار زیاد تشکر زنده باشید تشکر
من محمد احمدی هستم. عید سعید فطر به تمامی شما بیننده های گرامی تبریک میگم که با خانواده تان عید سرشار از شادی و صحتمندی داشته باشید. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، زه وحید فیضیم. ایده ده چه طول روغ جوړ او خوشحاله اوسی. ده نکمرغه کوچنی اختر ده رسیدو له کبله تاسو ټول ته مبارکی وایم. بینندگان عزیز سلام، عید شما مبارک. لحظه ها و روزای خوشی برای شما تمنا دارم. السلام علیکم، زمانو محمد زامل مومند. دواړه اختر نکمرغه ورځ خپل همکاران او د کورنۍ او ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا د اختر ورځې او دا رقم نورې ورځې ورباندې په خوشحالۍ او په عزت او په ابرو باندې تېرې شي. زه احمدالله چیوریم، تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. سلامونه، زه هارون حکیمی یم او تاسې ته د ډېر ښه اختر هیله کوم. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه کسی را می خواهیم که در دفتر در بین همکارا اوتو یک کسی را نمی افین که رفیق دوست از اینا نباشه و اوتو کسی را نمی افین که اینا را خوش نداشته باشه. این ما چم کدام کمال است یا ای که راستی در جان مردم زده و هر رقمی که هست واقعا از جمله کسایی هستن که در این دفتر که ما با هم کار میکنیم بسیار عزیز و دوست داشتنی هستن. نه یوازی چه عزیز و دوست داشتنی ده، دیر زیاد مهارتونم لری. ډاکټر دی، ژورنالیست دی، رفیق دی، انډیوال دی. نجیب احمدیار، زنده باشین، سلامت باشین. قدر ناز و نوازش دادن که بیخی بر ما غیر معمول است. ډاکټر صاحب هم پیسې که واده کرده بودین بازور بتین از این تاریف ها بخواه. بوره بیخی صحیح سوره میتونم. یک دنیا تشکر. شما خودتان دوست داشتنیستین، شما خودتان بسیار مهربان هستین. نه واقعا در پهلوی شما زمانی که در دفتر می باشیم یا بیرون از دفتر می باشیم یک لحظه ما از شادی و مستی و خنده تیر نمیشه. این باور کنین یک کمال است، هر کس هم میتونه این کارا. یک تر از همکارای دیگه ما تقلید شما رو میکنن، باور کنین گریان آدم نه بجای خنده شوخی میکنم. دوست عزیز ما، بسیار جای خوشی است که شما رو در پهلوی خود داریم. شما مسئولیت و رهبری یک بخش بسیار مهم و اساسی تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو دارین، البته بخش دری دیجیتال. در مورد کارهایتان بگین، بعد از او باز مورد دید صحبت میکنیم که میل دوستا اول لازم بفهمن که تنها همو محبوبیتتان به خاطر شخصیت خودتان نیست، به خاطر کاریتان هم. زنده باشین، سلامت باشین. کارا خوالا زیاد شده به دلیل اینکه رئیس ما بسیار ظالم است. بله والا رئیس هم ظالم است و بابا هم که ولی که رئیس هم ظالم است و دیگه جریان دربار افغانستان قسمی بود در دو سال گذشته که ماهیت کار کاملا متحول شد، منقلب شد. خصوصا نشرات صدای امریکا که از طریق تلویزیون های محلی بند شد، نشرات رادیویی بند شد، وبسایت های ما بند شد. گرچه ما از ابتدا و از شروع حاکمیت طالبا پیش بینی ازی بودیم که همچون یک چیز احتمالاً بفته، ما پلانای خود داشتیم، اما در مجموع ماهیت کار متحول میسازه، جنجال کار زیاد میسازه، ولی با آن هم ما هیچگاه از تلاش دریغ نکردیم، دائم کوشش کردیم نشرات این برنامه مقبول ایدی شما را به خیر واده میتیم که با کمال امانت داری با چند بار رسل کرده بریم. بله چند دفعه برد نشش، اما در کل بله ها متحول شده، شکل کار را یک ذره تغییر خورده و جنجالی شده. اوز نرازو در خوشحالای و در اختر خبرو تا برشنا جان رو بانین که کیک کلچه بگه و خوشحالی بگه بگن چه بفرمه. نجیب جان، چې ماته دا افتخار راکړی دی چې زه ورته لالا وایم، بل څوک اجازه نه لري زه ورته لالا وایم. افتخار دارم، ما سعادت از مست. لالا مې ډاکټر هم دی، تاسو خو پوهیږئ. سمیر جان، د سهار چې راغلی دی دغه کیک کلچو ته یې سترګې نیولې دي او ډېرې خوړلې هم دي، تاسو د یو ډاکټر په صفت ورته څه نصیحت کوئ چې څومره باید وخوري د اختر په ورځو؟ توطیې دښمن است ډاکټر. بستګي به یې داره که صحت کلی یک فرد چی رقم است. اگر خدای نخواسته سمیر جان خانوز جوان است، کاندید هم نیست، ولی کسایی که زر مسن می باشه و بیماری های که می داشته باشه مثل بیماری شکر، باز گرفتن شکر زیاد، شیرنی زیاد خوب نیست، باید یک ذره
تست گرفتن و اشتران بکنن روزایید خیر است. ما چیزی نشنیدم مگم که پایش ما دقیق است، بخصوص کسایی که دقیق راستی همون روز نادیدگی خود میبینن اونا مراد بکنن. از مرا چیزی که شنیدین برشنا جان و هیچ کدام منبع اساس نیست، دقیق و موثق هم نیست. به خاطر شما هیچ تری تا نداره. ببینم سمیر جان اگر امیال مام که کلچه شما مرا میخوری من خدا اشتیا هست. لالا نجیب یو بل مهارت می چه مخ که ایر شو چه طولو تا وایم تاسو دیر یو خو هنرمندم یسته سندری وایست او ډیر ښه आवाज لري، ډیر ښه غږ لري. دا څنګه امکان لري چې ډاکټر اوسې، ژورنالیست اوسې او هنرمند اوسې؟ زنده باشین شما بسیار تقلید صدا را میکنم. اما او یگان بار ما والا ذوقی یگان بار اویم به حساب شوخی و مزاق که می بوده که تقلید صدای بعضی را میکنم، باز پسان خودم هم دیدم که والا میتونم یگان نفر آهنگ شبا خانم. همین البوم نو شما هم کامد بسیار خوبش بود. شنیدم. البته رسمی نیست، مگه خصوصی ریلیز کردن. خصوصی بر ما رای کردن به اون خاطر دوستا اگر هر وقت که میخواستن باز کردم رای ما به تماس شدن بر شما یک کپی رای میکنم. مگم راستی باور کنیم که تعریف های ما به جای نیست بیننده های عزیز، واقعا بگیم این پیش روی تانم گفته نشه و خدا کنه که بعد از این شما مغرور نشه نگپا یگان چطور ما به خاطر برنامه هم اضافه میگیم. میفهم برنامه را رنگین میسازن اما شما کمال سخاوتمندی را دارن. ما هم با صدای امریکا را همکارای خودم مثل خانواده خود دوست دارم، باور کنین دوست دارم همگی شما را. پس دوباره سر موضوعات کاری میایم. کوتاه بگین که در بخشی که شما مسئولیت دارین چی گپ نو شاید رخ بده. ما چیزی را که در طرح و برنامه ماست که فرض مثال روز و روز هر روز برنامه افزوده میشه. فعلا چیزی را که ما برای خواننده‌های خود چون ما مسئولیت بخش دیجیتال دارم برای خواننده‌های صدای امریکا و عدم اعتمادی است که ما کوشش میکنیم که با وصف هر گونه محدودیتی که بر ما اعمال شده از طرف طالبان در افغانستان ما بر از اون متعهد هستیم که اخبار موثق، معتبر و جامعی را بر اساس میارا و بر اساس منشور صدای امریکا بر از اون برسانیم. و یکی از تازه ترین اقدامات ما در این زمینه با کار بستن ابزار مثل فلتر شکن و یا گریز از فلتر بوده که به محض از اینکه وبسایت های صدای امریکا مسدود شده که ما ایره با کار بستیم و کاربرای ما و نشان می ته آمار نشان می ته که روز به روز شمار کاربرا زیاد است و از اون طریق میان وبسایت ما را میخوانن. وعده ای که برشان می ته میسته که ما با این طور برنامه های گلگون و رنگین و مقبول با ارائه جامعی ترین خبرها ما در خدمتشان هستیم. هر روز تلاش میکنیم. مننه نجیب جانه. مونگه چنان چه اونرمندان را گوختی و پاهو باندیم طول باندیم سندری او بیده. سر دکتر زمان میخواییم. خون نن به او بخو. نن به او بخو. پا غالبه می شریک کما سنه. او صدای خاص تنها ما باید بشنم یک تعداد هم کارهای دیگه. او هنوز دیگه او قریازت نه به او پختگی نرسیده که اونی ار بخونم و با زندم خوانده نمیتونم دیگه. اما ما در اینجا من میخواییم یک همکارهای دیگه ما که شما بسیار همراهش دوست هم هستین مشناسین ایوب جان خاورین است. اینا میل فکر کنین برنامه را میبینه فکر کنم نه 100% میبینه. برای می ایوب جان یک پیام خوبتین بر بینیده بین کم. ایوب عزیز برای خودت ایده از صمیم قلب تبریک میگم. امیدوار هستم که هر روز زندگیت مثل اید مال و مال خوشیا باشه، درد از جان مبارک دور باشه و غم از زندگیت دور دور فرار بکنه، خوش و خوشحال باشی. یک چیزی که اضافه کنیم در آخرش، دوست دارم ایوب جان. زنده و سلامت. ما هم دوستش داریم. اون خوب است که از این طریق ایوب جان اولش گرفتین اگر تماس نداشته باشین. اما مثلا خوب شد روزی دیگه نمیرم خانیشین، یک نفر ایدی دادم بیام اگر میمانده تا نک میرفتین خانیش. نه میمانه ایوب جان، بسیار میمان نواز است. زنده و سلامت. شوخی کردیم امروز شما زیادتر شما بقدر خدا از خود احساس میکنیم نزدیکی. واقعا ما هم لذت بردم و ما راستی در صدای امریکا یکی دو بار در برنامه رادیویی که برنامه ویژه ایدی بودک، ولی در مقابل کامرا اولین بار بود که دیتور یک محول خود احساس میکنم و واقعا بر من لذت بخش بود. تشکر از محبت هایی که بر من دادن. امیدوار هستم که قلبی باشه آن در ریکارد که گپ میزنه. قلبی هم هست و بیخی از عمق قلب هست. زنده باشین. سلامت باشین. روزای اید خوش بر شما. زنده و سلامت. از اینکه بسیار مصروف هم بودین آمدین در برنامه خوشحال ساختیم. زنده باشین. ما هم عید برای تمام هموطنان عزیز خود در هر گوشه دنیا که هستم مبارک میگم. امیدوار هستم که
خداوند طاعت و عبادات و دعای شما را قبول کرده و صلح و ثبات و آرامش و باهمی دائمی را در افغانستان مستقر بسازم. بسیار عالی. تنها در ماخر یک بایترام میگفتین ختم میشه. بسیار عالی. تشکر. ممنون شما. بسیار خوشحال. تشکر برای شما جان. ممنون از اینکه دعوت کردین. ممنون از هموطنان عزیز، بیننده های گرامی، ای بود برنامه عید آشنا. امیدوار هستم که طرف توجه شما قرار گرفته باشد. بازم یک بار دیگر عید شما مبارک، روزه و نمازهای شما قبول. ما کوشش نهایی خدا کردیم تا باشد در این برنامه مهمان های مختلف داشته باشیم، موضوعات مختلف بر شما ارائه بکنیم. آرزو دارم که همش بر شما لذت بخش بوده باشد. په دې هیله چې ستاسو ټولو اختر دې مبارک وي. اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزی کدینه. مبارکی ته چا ته ورکړم؟ اختر زه د پردیسۍ شپې تېرومه. واو، هره ورځ مو اختر او هره شپه مو برات وي. د خدای پامان. بله دوستان عزیز، در آخر برنامه جهان سپاس از همکاران تخنیکی، از تمام عزیزانی که در تهیه برنامه همراه ما همکار بودند. دیدار ما و شما در برنامه ویژه در عید آینده، در نوروز آینده خواهد بود. تمام شما را با لای پاک و امتحان سپارم. شاد و موفق و کامگار باشید. خدا نگهدار. تکتن ممل.